به نام خدا، سلام عرض می کنم خدمت همه دوستان حاضر در این جلسه و همچنین جناب آقای کدیور. امروز مصادف است با 16 خرداد ماه 1400 و 6 ژوئن 2021 و 11 جلسه از سلسله جلسات چالش اسلام و قدرت با ارائه آقای کدیور که به همت سازمان پژوهشگران ایرانی سبزندیش برگزار می شود. همونطور که در اطلاعیه این برنامه هم ملاحظه کردین، عنوان خاص جلسه 11 کتاب مثنوی معنوی مولاناست، آنجا که می‌فرمایند بر هوا تأویل قرآن می‌کنی، پست و کج شد از تو معنی سنی. قبل از شروع ارائه امروز توضیحاتی در مورد روال این جلسات خدمت شما دوستان عزیز عرض می‌کنم. این جلسه به دو بخش تقسیم میشه، بخش اول به ارائه جناب آقای دکتر کدیور و بخش دوم هم پرسش و پاسخ رو خواهیم داشت. دوستان که سوال دارن لطفاً سوالاتشون رو در بخش چت این اپلیکیشن کتبن به برگزار کننده ارسال کنن تا در بخش پرسش و پاسخ سوالاتشون رو مطرح بکنیم. از همه دوستانی که در اپلیکیشن گوتو میتینگ هم شرکت کردن خواهش میکنم که در طی برگزاری جلسه صدا و تصویرشون رو خاموش داشته باشن. همچنین یادآوری میکنم که این جلسه به طور همزمان در اینستاگرام آقای کدیور با آیدی محسن.کدیور.official و تلگرام و اینستاگرام سازمان پژوهشگران ایرانی سبزندیش با آیدی سپاس آندرلاین نیوز در حال پخش میباشد. در کلاب هاوس هم جلسات ما رو میتونید از طریق کلاب سپهر فردی ایران پیگیری بفرمایید و این جلسه هم به صورت زنده داره در اونجا هم پخش میشه. دوستانی که در این اپلیکیشن هم حاضرن میتونن سوالاتشون رو به ایمیل درج شده در اطلاعیه ها ارسال بکنن تا انشالله در بخش پرسش و پاسخ هم بتونیم اون سوالات رو مطرح بکنیم. دعوت میکنم که شنونده جلسه 11 ما از سلسله جلسات چالش اسلام و قدرت با عنوان پست و کج شد از تو معنی سنی باشه. جناب آقای کدیور در خدمت شما هست. خواهش میکنم. ضمن تشکر از شما سلام عرض بکنم خدمت همه بینندگان و شنوندگان و دوستان گرامی. بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه 11 چالش اسلام و قدرت رو به یاری خدا آغاز میکنیم. این جلسه کمی ممکنه طولانی بشه و من حدود 15,000 کلمه نوشتم. کوشش میکنم گزیده از اون رو خدمت شما ارائه بکنم و همین جلسه هم همه 6 سالی رو که پیش بینی کردم پاسخ بدم. در ادعای پیامبر اقتدارگرا، قرآن تألیف محمد ابن عبدالله با مثنوی و دیوان شمس سروده های حضرت مولانا مقایسه شده برای اصلاح نقیصه خوفنامه محصول تجربه پیامبر اقتدارگرا و سلطانی عبوس خشن و اقتدارگرا به نام الله، مثنوی و دیوان شمس سنجه، شاغول و کتاب مرجع قرآن معرفی شدند تا عشق و طرب صوفیانه به خوف و خشیت قرآنی اضافه شده نقصان قرآن پیامبر اسلام اصلاح شود. این عباراتی رو که خوندم اکثر قریب به اتفاقش تو گیومه است، یعنی نقل قول مستقیم است. در دومین قسمت از بخش دوم نقد، یعنی بخش دوم که به نقد ادعا اختصاص داره، به پرسش های باقی مانده از بحث قبل که عنوانش بود از قیاسش خنده آمد خلق را، پاسخ داده می شود. جلسه ما اگه من فرصت بکنم همه مباحثم رو ارائه کنم شامل 6 مبحث است. حالا عنواناش رو دیگه نمیخونم برای صرف جویی در وقت. مبحث اولش عنوانش هست از قیاسش خنده آمد خلق را. این مبحث به پاسخ به این پرسش اختصاص دارد: مقایسه قرآن، کتاب الهی اسلام چند ساعتی، با کتب اسلام تک ساعتی عارفانه، از جمله با مثنوی و دیوان شمس از آثار منظوم عرفان عشقی چگونه قابل دفاع است؟ در مقدمه این مبحث در انتهای جلسه گذشته گفته شد که مقایسه قرآن با کتب مرجع یعنی مثنوی و دیوان شمس و نه برعکس
سرنا را از سر گشادش زدن و از مصادیق مقایسه کچلی توتی با جولقی در دفتر اول مثنوی است. این مبحث شامل دو بحث است. من امروز فراوان از ابیات مثنوی معنوی و تا حدودی دیوان شمس، یعنی به عبارت دیگر کتب مرجع، استشهاد میکنم. پیشاپیشم از نقد مطالبم استقبال میکنم. این مبحث عرض شد که دو بحث داره. بحث اولش مقایسه کتب چند ساعتی با کتب تک ساعتی است. نتیجه مقایسه قرآن، یعنی اسلام جامع یا چند ساعتی، با کتب اسلام تک ساعتی پیشاپیش مشخص است. لذا مقایسه صورت گرفته مقایسه بیفایده محسوب می شود. کافی است به چند ساعتی بودن اسلام و قرآن و تک ساعتی بودن هر یک از کتب رشته های مختلف علوم اسلامی توجه کنیم تا به دو نادرستی و بیفایده بودن چنین مقایسه ای اذعان کنیم. در دنبال قرآن را با چهار دسته مختلف از علوم اسلامی به اختصار مقایسه کردم تا برسیم به مقایسه قرآن با کتب مرجع. خب این موارد رو من فقط عنواناش رو میگم، میرسم میترسم به همه مباحث نرسم. در بند الفش قرآن رو با کتب فقهی مقایسه کردم، در بسامد واژه های فقهی، در دومیش قرآن رو با کتب فلسفی مقایسه کردم، در سومیش قرآن رو با کتب اخلاقی و در چهارمیش قرآن رو با کتب عرفانی غیر از مولانا. نتیجهش این شده، ولی اونا رو دیگه نمیخونم، یک صفحه هست. اکنون پرسیدنی است، آیا بسامد بسیار کمتر قرآن در واژه‌های فقهی نسبت به کتب فقهی، در واژه‌های فلسفی نسبت به کتب فلسفی، در واژه‌های اخلاقی نسبت به کتب اخلاقی، در واژه‌های عرفانی نسبت به کتب عرفانی دلیلی بر نقص قرآن و کمال و فضیلت کتب تخصصی مذکور محسوب می‌شود؟ پاسخ قطعا منفی است. استعمال بیشتر تکلیف در کتب فقهی، استعمال بیشتر عقل در کتب فلسفی، استعمال بیشتر فضیلت در کتب اخلاقی و استعمال بیشتر عشق در کتب عرفانی نسبت به قرآن قابل پیش بینی، متعارف و علی القاعده است و هرگز دلیلی بر نقصان قرآن محسوب نمی شود تا لازم باشد این نقیصه با اضافه کردن مثلا عقل فلسفی، تکلیف فقهی، فضیلت اخلاقی و ذوق یا عشق عرفانی به قرآن رفع شود. جزئیات این و اسم کتاب ها و در هر رشته اسم 10 کلید واژه در متن کتبی آمد. بحث دوم، مقایسه قرآن با مثنوی و دیوان شمس. در همین منوال مقایسه قرآن با مثنوی معنوی یا دیوان شمس در عشق و طرب و عدم استعمال این واژه ها در قرآن و کثرت استعمالشان در دو کتب عرفانی مذکور نه فضیلتی برای آن کتب و نه نقصانی برای قرآن است. مولانا محمد بلخی باید در آثار ارزشمند خود از عشق و طرب بسراید که سروده است. خدای تعالی هم در کتاب منزلش باید از خوف و رجا، محبت و کراهت، رحمت و غضب بگوید که گفته است و همواره در قرآنش کفه رجا، محبت و رحمت بر خوف، کراهت و غضب به لحاظ بسامدی غلبه دارد که بحثش گذشت. اما اینکه چون بسامد طرب در دیوان شمس و بسامد عشق در مثنوی معنوی بیش از قرآن است، پس آن دو کتاب مرجع کامل و قرآن کتابی ناقص محسوب می شود، این ادعا متاسفانه و متواضعانه مغالطه بیش نیست، چرا که قرآن کتاب اسلام چند ساعتی و جامع است و شامل انذار و تبشیر هر دو می شود و بشارتها در مقابل با انذارهای آن قابل اغماز نیست. قرآن به خودی خود خوفنامه محسوب نمی شود. مقایسه آن با کتبی که نماینده بعد تبشیری اسلام هستند مقایسه درستی نبوده تا به نتیجه آن وقعی گذاشته شود. به نظر می رسد مدعی محترم قرآن را با تورات اشتباه گرفته است. به کلام عارف واصل سید حیدر آملی در کتاب ارزشمند جامع الاسرار و منبع الانوار در تفسیر آیه ولو انهم اقاموا التوراة والانجیل
اما انزل الیهم من ربهم لاکلوا من فوقهم و من تحت ارجلهم استناد میکنند. ستیده سوره مائده آیه 66. یعنی اگر آنان تورات و انجیل و آنچه را که از جانب پروردگارشان به سویشان نازل شده برپا می داشتند، از برکات بالای سرشان یعنی آسمان و زیر قدمشان یعنی زمین بهرمند می شود. سید حیدر نوشته است. عرض کردم سید حیدر می توانیم بگوییم عارف شیعی شماره یک است و ملا صدرا ذیل ایشون قرار می گیره. مراد از ایشون فرمودند، مراد از اقامه تورات قیام به ارکان شریعت از جهت ظاهر و مراد از اقامه انجیل قیام به ارکان آن از حیث باطن و مراد از اقامه ما انزل الیهم عمل به قرآن و قیام به جمع آنها یعنی ظاهر و باطن یعنی مقام حقیقت است، حقیقت در مقابل شریعت و طریقت. حالا عبارت ایشون مفصل است، در متن نوشتم. انتهاش می‌فرماد که تورات پر شده از بیان مصالح معاش انسان‌ها یعنی احکام قالبی به اصطلاح امروزی فرمالیستی، و انجیل پر شده است از بیان مصالح معاد یعنی احکام قلبی، و قرآن جامع هر دو است. قرآن تورات نیست، جامع هر دو است. به کلام دوست و همکار عارفم آقای دکتر شهرام پازوکی اشاره کردم. این جلسه هم به کلام ایشون در مقاله آلمانی که نوشته اشاره میکنم. نوشته است، آدرسش رو در متن آوردم: رسالت و ولایت دو شأن نبی مرسل است که منجر به دو شأن طریقت و شریعت می شود. مرجع شریعت رسالت نبی است و مرجع طریقت ولایت او. نبی از حیث دعوت به شریعت منذر است و از حیث دعوت به طریقت مبشر و هادی. انبیا از شأن انذارشان مردم را به اطاعت اوامر الهی ترغیب می کنند و از عذاب دوزخ می ترسانند و مشتاق نعمتهای بهشتی می کنند و از شأن تبشیر خلق را به سوی خدا و رساندن به او راهنمایی می کنند. پایان نقل قول. فقها از رسالت پیامبر شریعت را گرفتند که جنبه انذاری دارد و عارفان به باطن رسالت که ولایت باشد پرداختند که جنبه تبشیری دارد. لذا طبیعی است که در متون عرفانی تبشیر اعم از محبت و عشق بیش از فروع انذار از قبیل خوف و خشیت باشد. در هر حال در جلسه گذشته اشاره شد که عرفان ذوالعینین معرفت و محبت و عشق و خشیت را با هم جمع کردند. اجمالا معلوم شد درست برعکس ادعای انجام گرفته، کتاب حاوی انذار و تبشیر و خوف و محبت یعنی کتاب چند ساعتی قرآن بر کتب تک ساعتی تألیف شده حول عشق یا طرب برتری دارد و کمبود بسامد دلیل نقصان نیست. مقایسه نادرست باعث چنین استنتاج خطایی شده است. نتیجه مبحث اول، در نهایت مقایسه قرآن کتاب الهی اسلام چند ساعتی با کتب اسلام تک ساعتی عارفانه بشری از جمله با مثنوی معنوی و دیوان شمس از آثار منظوم عرفان عشقی از هیچ حیث قابل دفاع نیست و از مصادیق اشاره حضرت مولانا از زبان طوطی است. از قیاسش خنده آمد خلق را، کوچ خود پنداشت صاحب دلق را. این بحث مبحث اول تمام شد. حالا بریم سراغ مبحث دوم. مبحث دوم عنوانش هست گفت فلیبکو کثیرن گوش دار. پاسخ این مبحث پاسخ به یک پرسش کلیدی دیگر است: به کدام دلیل عشق و طرب صوفیانه بر تقوا و خشیت قرآنی ترجیح دارد، انسان سازتر است و در توده مردم از کارایی بیشتری برخوردار است؟ این مبحث هم شامل 5 بحث است. باز من عنوانها رو فاکتور میگیرم تا سریع تر پیش برم. بحث اول، تقدم عشق بر خوف در مثنوی است. ابتدا من میخوام ادعا رو از زبان خود صاحب مثنوی حضرت مولانا بشنویم که ببینیم چه گفته است که مدعی چنین برداشتی از کلامشون کرده است. قبل از ورود در بحث، در نسبت محبت و عشق که فرمودند، عشق چون واژه عشق در کتاب و سنت نیامده پس اسلام ناقص است، ملا صدر را در اسفار
و ملا هادی سبزواری در اسرار الحکم استشهاد کردند به این بیتی که حالا میخونم. هرچند شاعر آن نامشخص است، من شاعرش رو پیدا نکردم، اما شعر قابل توجه است، تو متن اسفارم اومده. نیست فرقی در میان حب و عشق، شام در معنا نباشد جز دمشق. یعنی از دید این دو فیلسوف و حکیم و عارف بزرگ ما بین حب و عشق فرقی نیست، نهایتش عشق مثلا حب شدیدتر است. بعد مثال مصرع دومش، فرق حب و عشق مثل شام و دمشقه، این دوتا یک معنا دارن. به قول عرب ها دمشق، در فارسی زبان ما میگیم دمشق، هر دو شام است، تفاوتی نمی کنه. اما اون نکته که عنوان بحث است، تقدم عشق بر خوف، این درسته، در مثنوی آمده، من ابیاتش هم میخوانم، گزینشی هم برخورد نمی کنم، حتی اون چیزی که ظاهرا مخالف مدعای من است. اما میشنویم ببینیم مولانا حقیقتا چه فرموده. ترس موی نیست اندر پیش عشق، جمله قربانند اندر کیش عشق. عشق وصف ایزد است، اما که خوف، وصف بنده مبتلای فرج و جوف. چون یحبون بخواندی در نبی، با یحبهم قرین در مطلبی. پس محبت وصف حق دان، عشق نیز خوف نبود وصف یزدان. ای عزیز، ادامه میده، همه ابیاتم نمیرسم بخونم. عشق را 500 پرست و هر پری، از فراز عرش تا تحت السری. زاهد با ترس میتازد به پا، عاشقان پرانتر از برق و هوا. کی رسند این خائفان در گرد عشق، خاسمان را فرش سازد درد عشق. این دفتر پنجم مثنوی است، ابیات 2184 تا 2193. خب توضیح هم بدم مختصر، من شرح همه اینها رو هم، ابیات رو هم نوشتم در مکتوبم. ترس در مقابل عشق موی بیشتر نیست، یعنی عظمت عشق رو میرسونه و حقارت ترس رو. جمله قربانند اندر کیش عشق، همه قربانی هستند در مذهب عشق، مذهب عشق بالاتر است. عشق وصف خداوند است، ما خدا رو میگیم که چی هست، یحبهم و یحبونهم، که حالا ایشون توضیح هم میده خودش. اما خوف وصف خدا که هیچی، این وصف بنده است، اونم کدوم بنده؟ بنده مبتلا به شکم و زیر شکم، جوف شکم است، فرج حالت تناسلی است. چون یحبونه بخواندی در نبی، چون آیه که ایشون میخواد اشاره میکنه، فسوف یعت الله به قوم یحبهم و یحبونه، در سوره مائده آیه 54 است. نبی یعنی قرآن، نبی نیست اینجا، نبی به زم یعنی قرآن. میگه این دو تا یحبونه و یحبهم قرین در یک مطلب است، یعنی هم اونها رو خدا رو دوست میداره و هم خدا اونها رو دوست میداره. پس محبت وصف حق دان، محبت را وصف حق تعالی بدان. عشق هم ببین، برای مولانا محبت و عشق کنار همه. خوف نبود وصف یزدان. ای عزیز، او راست میگه، کجا خدا گفته کلمه از خوف رو به عنوان اسمای حسنای خودش انتخاب کرده؟ حبیب اسم پیامبر است، خدا هم محب است. نسبت با این دعایه که ما توی بحث گذشته بهش پرداختیم، اونجا هم در ذیل همین اشعار هم میفرماد که عشق 500 پر دارد، یعنی 500 بال دارد، عدد مبالغ است، نه دقیقا 500. هر کدوم از این بالها هم از فراز آسمان عرش تا زیر زمین، که این تحت السری رو که خوندیم به قافیه هست، تحت السری است، که این هم چی هست؟ یعنی از عرش تا فرش رو در پر گرفته. نکته شعر اصلیش هم این است، زاهد با ترس، زاهد با ترس با پا داره میره، اما عاشق پرانتر از برق و هوا، یعنی با سرعت باد، با سرعت برق میپرد و به مقصود و معبود میرسد، اما این با پا داره راه میره. خب معلوم اون که داره میپره زودتر میرسه. اینها، این خائفان، این خائفان فی الواقع عارفان خوفی، کجا به گرد عشق میرسن در حالی که آسمان را فرش سازد در دشت، یعنی در دشت همه آسمان کائنات رو فرا گرفت. خب من در ذیل این نوشتم که این اشعار همه سر جای خودشه، مقایسه سالک عاشق
با زاهد خائف است و تقدم عشق منهای خوف بر خوف و زهد منهای عشق است و نتیجه مقایسه مولانا قابل دفاع است. یعنی منم قبول دارم، منم قائل هستم که اگر شما زاهد خائف رو با عارف عاشق سالک مقایسه بکنی، خب معلومه من هم میرم سراغ عاشق سالک، نمیرم سراغ زاهد خائف. در اینکه سالک عاشق موضع شخصی مولاناست بحثی نیست، قبول داریم، اما تمام کلام در تطبیق خوف و زهد منهای محبت و عشق بر قرآن است. این نکته مهم موضوع بحث بعدی من است. بحث دوم عنوانش هست خلط دو مرحله متفاوت. اتفاقا جان استدلال دوستمونم در همین جاست. ببینید چه اتفاق افتاد. ترجیح عشق و طرف صوفیانه بر خوف و خشیت قرآنی مبتنی بر یک پیشفرض مزمر یعنی پنهانی است و آن تقابل بین عشق و طرب عرفانی با خوف و خشیت قرآنی است. تقابل رو توی گیومه میگذارم. خط مدعی خط تقابل قرآن و مثنوی و دیوان شمس است. خط من خط مقاربت این هاست، نه خط تقابلشان. چرا که بدون فرض تقابل نوبت به ترجیح نمیرسد تا گفته شود دیوان شمس و مثنوی معنوی بر قرآن کریم ترجیح دارند. ترجیح فرع بر تقابل است. همچنان که به تفصیل بحث شد، آدرسش هم نوشتم کجا بحث کردم، خوف و خشیت بدون محبت الهی فاقد هر گونه مستند قرآنی است. کجای قرآن خدا از ما خواسته ازش بترسیم بدون اینکه عاشقش باشه، بدون اینکه به اون محبت داشته باشه. و از آن سو محبت الهی هم خالی از خشیت از عظمت و خوف از قیامت اون نیست. لذا در متن قرآن هیچ تقابلی بین این دو امر نیست تا نوبت به ترجیح یکی بر دیگری برسد. این دوتا با همن، یعنی کدوم دوتا؟ عشق به خداوند، عشق و محبت به خداوند با خوف و خشیت از خداوند، این دوتا در قرآنی که ما داریم متقاربند. من اثبات خواهم کرد همین جلسه امروز که در مثنوی و دیوان شمس هم این دوتا ملازم هم هستند و هر نوع تقابل تقابل مصنوعی است و تحمیلی است به مولانا. مولانا چون این چیز رو باور ندارد. منظر عرفانی ذوالعینین هم بسیار به منظر قرآنی نزدیک است و از این منظر هم عشق و معرفت و خوف و محبت متقابل نیستند. این که هر صوفی احوالی خاص دارد، از سهو و سکر یا عشق و معرفت یا خوف و محبت یکی را بر دیگری ترجیح می‌دهد و متمایل به یکی از این دوگانه هاست، به ذوق صوفی و مشاهده عارف بستگی دارد و امر متفق علیه در کار نیست که بگیم همه عرفا اینو گفتن یا اینو باید بگن. یا عارف اینو گفته، یا عارف صحبه، یا عارف سکری، یا عارف خوفه، یا عارف عشقه. اینا هیچ کدوم نمیشه انکار کرد، وجود داره. به علاوه بر فرض ترجیح حالی بر حال دیگر، فرق حال و مقام هم جلسه قبل گفتم، مقایسه آن با قرآن جامع این احوال و مقامات کار نادرستی است. این بند اول. بند دوم این بحث. از طرف دیگر مدعی محترم هیچ دلیلی بر چنین ترجیحی، یعنی ترجیح عشق بر خوف، ارائه نکرده است و مفهوم آن در فضای دین مالی شده پس از انقلاب تقدم عوامانه شادی و عشق دنیوی بر ترس و تهدید اخروی است که نباید مورد نظر وی باشد، چون اصلا کلا این مقایسه نادرست، از ساحت ایشون هم به دور است، نباید چنین چیزی فکر کرده باشد. در این تلقی جهنم و غضب الهی مخوف و ترسناک و عشق حق متقابل با خشیت ربانی فرض شده است. عارفان سالک جامع در جریان سلوکشان تقابلی بین خشیت و عشق نمی‌بینند و افرادی که هنوز قدمی در مرحله طریقت بر نداشتند تجربه از خشیت یا عشق ندارند و یا از عذاب جهنم خائفند یا به لذات مادی بهشت از قبیل حورالعین شائق. برای کسانی که در مرحله ظواهر شریعت هستند و هنوز به طریقت پا نگذاشتند، نه تنها دلیلی بر ترجیح عشق و طرب عرفانی بر خوف و خشیت قرآنی در دست نیست، بلکه کارکرد انذار و خوف
از خوف از عذاب جهنم بیش از لذت و بشارت ثواب بهشت مؤثر است. در این مرحله ترسیم عشق و وصال عرفانی همانند تشریح لذت جنسی برای کودک نابالغ بلکه کودک غیر ممیز است. بند جیم، در حقیقت مدعی گرامی برای شنونده عمومی مغالطه تو در تو تدارک دیده است. اگر در مراحل طریقت، حقیقت و فنای فلاح فرزن غیریتی نیست، اتحاد عاقل و معقول، عاشق و معشوق و بر همین سیاق و سراسر اتحاد عاشق و معشوق است و لذا جایی برای خشیت نیست چرا که غیریتی نیست، این چه ربطی به مخاطب مرحله شریعت پانگذاشته در مرحله طریقت دارد؟ از سوی دیگر چون این فردی، یعنی فردی که هنوز به طریقت نرسیده، سرگرم ناسوت است و سقف فهمش از خوف، خوف از عذاب یا لذت از ثواب هر دو جسمانی است، او را چه کار به خشیت و عشق روحانی؟ مغالطه به قدری واضح است که نیازی به توضیح بیشتر ندارد. اهل فن و عرفان از چنین مغالطاتی متعجبند و شنوندگان بی اطلاع از رموز عرفانی چه بسا اغوا شوند و تسلیم مدعی گردند. خب این بحث دوم بود، خب کمی سنگین. حالا بحث سوم لطیفتر است چون اشعار مولاناست. من تو این بحث سوم و چهارم و پنجم این مبحث شاهد مثالهایی را از مولانا آورد میارم که نشون میده که ایشون هم هیچ تفاوتی با همون مواردی که مدعی محترم در قرآن کریم به عنوان اشکال مطرح کرد، عین همین ها تو مثنوی هم پیدا میشه و رویکرد مولانا به عذاب، جهنم، غم و گریه هیچ مو نمیزند با رویکرد قرآن کریم و این موارد خب شنیده، کمتر شنیده شده. حالا شما بشنوید. شاید بیلوت بحث سوم، جهنم و عذاب در عشق نامه مثنوی. آقا ما قبول، مثنوی عشق نامه. حالا آیا این عشق مثنوی با جهنم و عذاب الهی ناسازگاره؟ یعنی چون ما اهل عشقیم، اهل عرفان عشقی هستیم، دیگه توی مراممون جهنم نباید باشد، عذاب اخروی نباید باشد؟ حالا جواب مولانا رو بشنو. شاید بی لطف نباشد که وصف جهنم و عذاب اخروی را از حضرت مولانا در مثنوی معنوی بشنویم تا واضح شود که تصویرسازی های مدعی گرامی به چه میزان گزینشی بوده است. مولانا هم به تبعیت قرآن کریم به لزوم وجود جهنم و ضروری بودن عذاب تبهکاران قائل است. اطلاع از وجود این دیدگاه در مثنوی به بحث ابعاد کاملا متفاوتی میبخشد. در این بحث من به سه نکته بسیار مختصر مرتبط از مثنوی اشاره میکنم. حالا عنوان ها رو اینجا نوشتم، نمیگم زود میرم توش توی این عنوان ها که به وقت برسیم همه رو میگم. الف، فلسفه وجود جهنم و عذاب از زبان مولانا در مثنوی. از دفتر سوم مثنوی نقل میکنم، ابیات 2983 تا 2986، که لئیمان در جفا صافی شوند، چون وفا بینند خود جافی شوند، مسجد طاعاتشان پس دوزخ است، پایبند مرغ بیگانه فخ است، از زندان صومعه دزد و لعین، کاندر او ذاکر شود حق را مقیم، چون عبادت بود مقصود از بشر، شد عبادتگاه گردنکش سقر. معنیش، توضیحش، که لئیمان، افراد پست، افراد بدکار، تبهکاران در جفا صافی می شوند. یعنی ببینید معنای دقیقش، این فرومایگان فقط با فشار میل به صفا و سلامت روحی پیدا می کنند، فقط با زور. مولانا میگه، مولانای اهل عشق. اما اگر مصرع دومه، چون وفا بینند خود جافی شوند، اما اگر وفا و احسان ببینند راه ستم در پیش میگیرند، یعنی باید مجازات بشن. مولانا میگه مصرع دو، بیت دوم، فخ یعنی دام، قبلا هم داشتیم، دوزخ عبادتگاه فرومایگان است. دوزخ هم عبادتگاه، از دید مولانا هم بهشت معبد است هم دوزخ معبد است. بهشت دوزخ درستکاران، پرهیزکاران، دوزخ
معبد و پرستشگاه کی؟ پرستشگاه بدکاران است. پرنده بیگانه را تنها دام پایبند می کند. باید دام به پا... باید بند به پاش بگذاری، وگرنه شأنیتی بیش از این ندارد. ببینید شارحان مثنوی اینجا این رو نوشتن: انسانهای آری از معنا تنها به ضرب و زور راه میابند. الناس عبید العصا، بندم مردم بنده چوبن، چوب کتک، عصا. این رو به عنوان دقیقا معنای این بیت مثنوی شارحان آوردن. زندان صومعه فرد دزد و پست و بدکار است. صومعه یعنی معبد. در آنجا ذاکر حق را مقیم می شود، یعنی اونجا یاد خدا می افته. توی دنیا وقتی آزاد بود به خدا یاد نمی کرد، ولی وقتی می افته توی این زندان، زندان دوزخ، تازه یاد خدا می افته. بیت آخری هم: چون عبادت بود مقصود از بشر. مراد مولانا اشاره است به آیه سوره زاریات، آیه 56 سوره زاریات: ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. چون عبادت مقصود از بشر بود، مقصود از خلقت بشر بود، شد عبادتگاه گردنکش سقر. یعنی خداوند جای بدکار را جهنم یا سقر قرار داد تا در آنجا خدا را عبادت کند. او شأنی جز عبادت در جهنم ندارد. اینو قرآن خوفی نگفته، مثنوی عشقی گفته. ادامه شعر: معبد مرد کریم اکرم تفو، معبد مرد لعیم استم تفو. مر لعیمان را بزن تا سر نهند، مر کریمان را بده تا بردهند. لاجرم حق هر دو مسجد آفرید، دوزخانها را و اینها را مزید. همون دفتر سوم 2993 تا 2995. معبد اینجا مصدر میمی هست، اسم مکان نیست. یعنی عبادت، عبادت مرد کریم و پرهیزکار اکرام است. عبادت فرد پست بیمار کردن است از جانب خداوند. حالا این شعر دوم را یادمون باشه، اینا رو تو مثنوی عشقی میخوانیم. مرل ایمان را بزن تا سر نهند، بهشون زور بگو. مولانا میفرماد، میگه که افراد پست را تنبیه کن، مجازات کن تا تسلیم شوند. مر کریمان را بده تا بردهند، اما کریمان را، پرهیزکاران را عطا کن تا سود دهند، تا نتیجه دهند. خدا برای هر کدامشان مسجد و معبد مناسب خودشان را آفرید، برای بدکاران دوزخ و برای پرهیزکاران بهشت را. خب اگه اینها، این مثنوی این باشه، خب مثنوی هم اقتدارگراست به زبان شما، مثل قرآن میمونه، هیچ تفاوتی نمیکنه. خب من از بحث یه بحثش رو فاکتور میگیرم چون سریعتر برم جلو. مورد دیگر که باز مولانا فرموده به عنوانش میشود دوزخ، لازمه کمال الهی. این اصلا دنیا بدون جهنم قابل آفرینش نیست از نظر مولانا. گر نبودی خصم و دشمن در جهان، پس بمردی خشم اندر مردمان. دوزخان خشم است، خصمی بایدش، تازیت ورنه رحیمی بکشدش. پس بماندی لطف بی قهر و بدی، پس کمال پادشاهی کی بودی؟ این دفتر چهارم بود، ابیات 1077 تا 1079. اگر در دنیا دشمن وجود نداشت، در آن صورت قوه غضبیه در مردم از میان می رفت. یعنی زندگی طبیعی و دنیوی نبود. هم دشمن لازم است، هم دوست لازم است، هم بهشت لازم است، هم جهنم. دوزخ آن خشم است، دوزخ همان خشم است، و برای آن که به حیات خود ادامه دهد به دشمن نیاز دارد، و الا صفت رحمانیت حق تعالی آن دوزخ را خاموش میکرد تا زیاد تا زندگی کند، ورنه وگرنه رحیمی یعنی رحمانیت خدا آن را بکشد. کشتن آتش یعنی خاموش کردنش، یعنی لازم بوده وگرنه خدا این را نمی افروخت. پس بماندی لطف بی قهر و بدی، اگر جهنم نبود لطف بدون قهر و بدی باقی میمان. پس کمال پادشاهی کی بودی؟ پس یعنی اگر چنین نبود، اون وقت خداوند مظهر جمال و جلال، مظهر جمالش بهشت است، مظهر جلالش جهنم است. این از بین میرفت. به نظر مولوی این لازمه خلقت است، وجود هر دو.
اما با همه اینها جبری در کار نیست، وجود دوزخ و بهشت ضروری، اما دوزخی یا بهشتی شدن اختیاری است. این در مولانا است. انتاش این بخش من نوشتم واضح شد که منطق مولانا در مورد جهنم و عذاب با منطق قرآن کریم فرقی ندارد و مجازات تبهکاران اختصاصی به خوفنامه قرآن ندارد و در اشتنامه مثنوی هم عیناً آمده است. میبینیم، میخوام بگم این اسمای نادرستی است گذاشته شده. نه عشق مولانا بدون خوف است، نه خوف قرآن بدون عشق است. این هم مثالش که شما این همه اومدی روی عذاب قرآن مانور دادی، خب این عذاب توی مثنوی هم هست. بگذاریم از این، همین دو سه تا باش که کفایت میکنه. حالا غم از نظر مولوی اهل طرف، خب ما گفتند که مولانا اهل طرف است، دیوان شمس رو نوشته طربنامه. منم حواسم از چون تمرکزم توی مثنوی بوده همه رو از مثنوی بردم، از دیوان شمس هم میشود. حالا ببینیم نظر حضرت مولانا در مورد غم چیه. خب نسبت دادن که آقا شما قرآنتون باید با صدای حزین بخونید، هر وقت قرآن میخونیم ما گریمون میگیره، اما هر وقت مثنوی میخونیم، دیوان شمس میخونیم، خندمون میگیره و طربناک میشیم. حالا ببینیم خود مولانا در مورد این امور چی میفرمید. مولانا استقبال از غم اینجوری کرده: این ضمیر روترش را پاس دار، آن ترش را چون شکر شیرین شمار. فکرتی که از شادیت مانع شود، آن به امر و حکمت صانع شود. ادامه میدم، حالا همه رو نمیخونم. تو مگو فرعی است، او را اصل گیر، تا بوی پیوسته بر مقصود چیر. آن نهان غمناک روترش را، معنیش تو فارسی هم مشخص است، این رو پاس بدار. این غم را، این ترشی را مثل شکر شیرین شمار. چرا؟ برای اینکه اون فکری که از شادی تو منع می کند، تو را به یاد فراغ از جان جانان می اندازد، خداوند می اندازد. این به هم امر و حکمت خدای سانه است و چیز دیگری. این غم امر بدی نیست، امر نیکویی است. حتی در مقایسه غم و شادی میگه تو مگو فرعی است، نگو غم فرعی، شادی اصلیه. او را اصل گیر، غم را اصل بگیر، تا پیوسته بر مقصود چیره باشی. اون این غم همون محنت و ابتلایی است که شامل اهل بلا می شود، شامل انبیا و اولیا می شود، سازنده انسان است. انسان در همین غم ها ساخته شده. حالا بیشتر از این خودتون بذارید صحبت ها رو من کم شرح بدم، از خود مولانا بشنوید. بخش دیگرش در دفتر سوم مثنوی است، ابیات 505 تا 515. خب من همش نمیرسم بخونم، چند تا بیتش رو فقط انتخاب کردم. من رباه الله کونو رابهین، ان ربی لا یحب الفرحین، افرحوا هونا بما آتاکم، کل آت مشغل الهاکم. هرچه غیر اوست استدراج توست، گرچه تخت و ملک توست و تاج توست. شاد از غم شو که غم دام لقاست، اندر این ره سوی پستی ارتقاست. غم یکی گنجیست و رنج تو چوکان، لی کی درگیرد این در کودکان. کودکان چون نام بازی بشنوند، جمله با خرگور همتگ میدوند. ای خران کور، این سو دام هاست، در کمین این سوی خوناشام هاست. اشعار فوق‌العاده نغزیست. دو بیت اولش عربیست، مولانا سروده به عربی سروده. از رباه الله سود ببرید، از سودهای الهی شما بهرمند بشوید، از سودهای الهی بهرمند بشوید، که پروردگار من سرمستان را دوست نمی دارد. اینی این ربی لا یحب الفرحین. استفاده از آیه 76 سوره قصص است. مولانا، مثنوی مولانا تفسیر قرآن است، نه برعکس. این اشاره این است: از قال لقومه، قارون وقتی که به قومش گفت، یعنی قوم قارون بهش گفتند، لا تفرح، سرمست نباش، ان الله لا يحب الفرحين، خدا این سرمستی های غافلان از یاد او را دوست ندارد. بعد
ادامه میده، مولانا هون یعنی آسانی، اما در این بیت منظور کمه، میگه که شما از شادی به مقدار اندکش اکتفا کنید. مولانا میفرمود و نه قرآن، افرحوا هونا بما آتاکم، از شادی به اندکش اکتفا کنید. چرا؟ کل آت مشغل الهاکم، هر چیزی که شما را از یاد خدا غافل بگرداند مضر است، سرگرم کننده است، بازدارنده است. هر چیز سرگرم کننده که نصیب شما می شود، شما را از یاد خدا غافل و به خودتان مشغول می کند. ما آمده ایم، عرفا آمدن که ما را به خودمان، از خودمان آگاه کنند تا به یاد او بیفتیم، نه برعکس. این طرف باید در این راه باشد، نه طرف، نه جهت مقابلش. اگر کسی از این طرف نشاط دنیوی غافلانه فهمیده، این قطعا خلاف نظر مولاناست. بعد ادامه میدهد، هر چه غیر خداوند است استدراج است، یعنی درجه به درجه تنزل کردن است. حتی اگر تخت و ملک تو و تاج روی سر تو باشد، حتی اگر تو به اصطلاح ملک دنیوی، سلطنت دنیوی هم رسیده باشی، این استدراجه، این تنزل مقام است. از غم تو شاد بشو، غم دام لقای خداوند است، ملاقات با خداوند است. در این راه تواضع ارتقا پیدا کردن است، تواضع غمگینانه، نه تکبر فرحانه. غم گنج است و رنج مانند یک معدن است، یک گنجینه است. اما کودکان که اینا رو می فهمن؟ فکر نکنیم کودکی به سن است، کودکی گاهی به عقل است. انسانی که باطن دنیا را نمی بیند از منظر مولانا طفلی بیش نیست. بعد میگه کودکان چون نام بازی بشنوند، شیرینی و طرب و نشاط بازی رو که میشنوند، با گور خر هم شروع میکنن دویدن. بعد هی میزند مولانا، ای خران کور. مولانا میگه ای الاغه های با عرض معذرت نابینا، اینهایی که دارید میگید، دارید در شادی میکنید، دام ها هست توی دنیاتون. در کمین شما خونا شام ها نشستند، پیامبران آمدند تا شما را از این نفس اماره و شیطان انذار بدن، بیم بدن که اسیر اونها نشید. حالا شما به این دنیای دون خودتون رو اسیر کردید. بگذارید، این یکی از زیباترین بخش مثنوی بود. من انتهاش نوشتم، مراد از این غم و حزن فراق جان جانان یعنی از خداوند است. چون این غم و اندوهی به شادی و نشاط دنیوی که با غفلت از یاد خدا ملازم است شرف دارد. منطق مولانا همان منطق قرآن است و تقابل خوفنامه با عشق و طربنامه مخدوش و حداقل غیر قابل انتساب به مولانا است. بگویید خودتان میفرمایید، نگویید مولانا چنین میگوید. بحث پنجم و آخرین بحث این مبحث، گریه از زبان مولانا است. خیلی راحت میتونیم بگیم آقا گریه با طرب سازگار نیست. شمایی که دارید به اصطلاح تشویق میکنید که باید ما طریق طرب رو دنبال کنیم، یعنی اینکه تو این راه همش خنده است و شادی است و طرب است و اینها، تو توضیحات هم همین بود و گریهی در کار نیست. حالا ببینیم مولانا چه فرمود. مدعی قرآن را خوفنامه که باید با صدای حزین خوان معرفی کرد و در قیاس با عشقنامه مثنوی و طربنامه دیوان شمس آن را ناقص و اینها را کامل و مرجع دانست. در این بس من چهار نکته میگم، حالا همش هم شاید نرسم به چند تاش. فلسفه گریستن از زبان مثنوی معنوی. زمر حق و کو کثیرن خوانده ای، چون سر بریان چه خندان مانده ای؟ ای آن ترش رویی مادر یا پدر، حافظ فرزند شد از هر ضرر. ذوق خنده دیده ای ای خیر خند، ذوق گریه بین که است آن کان قند. چون جهنم گریه آرد یاد آن، پس جهنم خوشتر آید از جنان. خنده ها در گریه ها آمد کتیم، گنج در ویرانه ها جو ای سلیم. ذوق در غم هاست پی گم کردند، آب حیوان را به ظلمت بردند.
دفتر ششم مثنوی، ابیات 1581 تا 1587، رحمت الله علی مولانا، میفرماد که از امر حق، یعنی از امر خداوند، یعنی از قرآن کریم، آیا و کثیرن خوانده ای؟ اشاره به کدام آیه است؟ آیه 82 سوره توبه. فلیضحکوا قلیلا ولیبکوا کثیرا جزاء بما کانوا یکسبون. این آیه میگه باید اندکی بخندند و بیشتر بگریند، در آخرت بگریند به کیفر آنچه میکردند. این آیه در مورد منافقان است، نه در مورد همه. اما مولانا این رو از به اصطلاح زمینش منعزل کرده و به طور کلی گفته، گفته قرآن کلن گفته یبکو کثیرا، با این زاویه اومده، یعنی کاری به منافق و غیر منافق نداره. مصرع دومش بعد که میگه که خدا گفته بیشتر گریه کنید، گریه زیاد گریه بکنید، خونده ای چون سر بریان چه خندان مانده ای. این سر کله پاچه، کله گوسفند رو وقتی بریان میکنند یا میپزند، این وقت آتش که ببینه پوست سر گوسفند جمع میشه و در نتیجه کشیده میشه، دندانهای گوسفند آشکار میشه، مثل اینکه گوسفند بیچاره داره میخنده. میگه که چون سر بریان چه خندان مانده، چطور مثل اون کله پاچه گوسفند، کله گوسفند خندت گرفته تو این دنیای دون. تو برو آیه قرآن را که فرموده وقو کثیرن فلیبکوا کثیرن رو بخوان، چرا به اون توجه نمی کنی؟ بعد یه مثال قشنگ میزنه، میگه اگر مادر یا پدر نسبت به بچه ترش روی میکنند، اونها حافظ فرزند از هر ضرری هستند. خدا هم همین جوری بداره بابا برخورد میکنه، اگر تشر میزند، انذار میکند، تهدید میکند، خیر ما رو میخواد، نه برعکسش. این خدای عبوس وحشتناک رعب‌انگیزی نیست، یه از مادر رحیمتره. ذوق خنده دیده ای ای خیر خند؟ میگه اگه ذوق خنده رو دیدی برو ذوق گریه رو هم ببین، که اون هم مثل کان قند، معدن قند میمونه. یعنی برای مولانا گریه این مقدار اهمیت داره، البته گریه در راه خدا، گریه از خوف خدا. این مصرعش و این بیتش تکون دهنده است، میگه چون یاد جهنم تو را به گریه می آورد. خب یاد جهنم از خوف جهنمه. این مولانای عشقی داره میگه ها، تو از عشق، از خوف جهنم اگر به گریه بیفتی، پس جهنم خوشتر آید از جنان، جهنم از بهشت بهتره. ذوق در غم هاست پی گم کردن، میگه ذوق توی غمه، نه تو شادی، نه شادی با غفلت از خداوند. اینا راه گم کردن، آب حیوان را به ظلمت بردن. خب این آب حیوان بحث اسطوره‌ای است، بحث نمادین است تو فرهنگ ما، این در ظلمات هست، میری و اونجا اگه آب حیوان دست پیدا بکنی، زندگی جاوید پیدا میکنی. جای دیگر میفرماد زاری و گریه قوی سرمایه ایست، رحمت کلی قوی تر دایه ایست. تا حالا انتهاش رو میرم، تا اونجا که میگه گفت ادعو الله بیزاری مباش، تا بجوشد شیرهای مهرهاش. زاری و گریه بیشترین سرمایه سالک است، عاشق است. رحمت کلی، کلی خداوند بهترین دایه انسان است. خدا را بخوانید، ادعو الله، خدا را بخوانید، بیزاری مباش، بدون گریه خدا را نخوانید. چرا بدون گریه خدا را نخوانید؟ برای اینکه شیرهای رحمت خداوند مثل پستان مادر بجوشد و شما را از شیر رحمت خودش سیراب کند. چقدر قشنگ گفته، چه تعبیر زیبایی دارد. اما از این زیباترم دارد، میفرماد که گریه اینجا، گریه راستین موجب ظهور عطایای حق شود. ای خنک چشمی که آن گریان اوست، ای همایون دل که آن بریان اوست، آخر هر گریه آخر خنده ایست، مرد آخر بین مبارک بنده ایست، هر کجا آب روان سبزه بود، هر کجا اشکی دوان رحمت شود، باش چون دولاب نال، چون دولاب نادان چشم تر، تازه صحن جانت بر رویت خزر. اینقدر گریه کن تا مثل آبی که باعث رویش سبزه می شود، اون سبزه رحمت الهی و مغفرت الهی در کنار تو بروید.
حالا من دیگه نمیرسم توصیه اینها رو بدم آخرین بحث قسمت که مربوط به عنوانی بود که انتخاب کردم. گریه شرط جاری شدن الطاف خاص خداوند است. تا نگرید ابر کی خندد چمن، تا نگرید طفل کی جوشد لبن. طفل یک روزه همی داند طریق، که بگریم تا رسد دایه شفیق. تو نمیدانی که دایه دایگان، کم دهد بی گریه شیر او شیر و رایگان. گفت فلیب کو کثیرن گوش دار، تا بریزد شیر فضل کردگار. احسنت. میگه که تا ابر گریه نکنه چمن نمیخنده، تا بچه تا طفل گریه نکند شیر مادر نمیجوشد به او، دایه نمیره سراغش. طفل یک روزه هم اینو میدونه. ای آدم، تو اینو نفهمیدی که باید نزد خدا گریه کنی تا الطاف حقش بر تو جاری شود، تا اون دایه مشفق به تو برسد؟ آیا تو نمیدانی که دایه دایگان یعنی خدای تعالی بدون گریه به رایگان شیر نمیدهد یا کم میدهد؟ وقتی گریه تو را ببیند از فراقش بیشتر به تو عطا میکند. گفت فلیبکو کثیرن گوش دار، و کسره یعنی آیه فلیبکو کثیرن که الان بحثش میکردیم، گوش کن. تا بریزد شیر فضل کردگار، تا بریزد شیر فضل کردگار هم خونده شده، شاران هر دو رو گفتن، تا شیر فضل خداوند از پستان رحمتش جاری شد. خب زود از این بگذرم. مولانا گریستن و تضرع در محضر خداوند را شرط لازم ریزش رحمت و عطایای الهی، یعنی رحمت رحیمیه، نه رحمت رحمانیه که مال همه است، بدون گریه هم میدهد، اما رحمت رحیمیه بدون دل سوخته به کسی نمیدهد، بدون عمل صالح و ایمان به کسی نمیدهد. این با رحمت رحمانی فرق میکند. اشعار نغز او زیباترین تفسیر آیات قرآن کریم است. مثنوی معنوی پیرو قرآن است و قرآن مرجع مولاناست، نه برعکس. برخلاف مدعی که خط تقابل بین قرآن به مثابه خوفنامه با عشقنامه مثنوی و طربنامه دیوان شمس را دنبال می کند، واضح شد که منطق مولوی در عشق، گریه و تضرع به درگاه حق دقیقا منطق قرآن کریم است. و تفسیر مدعی از مولانا در این بخش از ادعای پیامبر اقتدارگرا متاسفانه کاملا برخلاف مولانا است، هرچند ایشان مفسر مثنوی هم هستند. خب این بحث مبحث دوم به حمد الله تمام شد. حالا همینطور که میریم بحثا جلوتر، مبحث های جدی تری خواهیم داشت. مبحث سوم عنوانش هست ترازو گر نداری پس ترازو ره زند هر کس. این مبحث در پی پاسخ به این پرسش است: مثنوی و دیوان شمس را سنجه، شاغول و مرجع قرآن دانستن چه مقدمات معرفت شناختی و الهیاتی دارند؟ این مبحث هم شامل دو بحثه. عنوان مبحث هم برگرفته از دیوان شمسه. همه بحث قبلی از مثنوی بود، ولی یه بار برای که دیوان شمس هم ما بی‌بها نگذاشته باشیم، این رو من از شعر بسیار زیبایی رو از دیوان شمس متناسب انتخاب کردم. اما بحث اول بحث استدلالی است. مرجعیت مثنوی به دیوان شمس یعنی چه؟ الف، مدعی صریحاً مرجع خود را مثنوی و دیوان شمس دانسته است. در تبیین او دو مرجعیات شده سنجه و شاغول قرآن محسوب می شود. مثنوی و دیوان شمس سروده جلال الدین محمد بلخی، مشهور به مولوی، مولانا و رومی، متوفای 672، از شاعران بزرگ فارسی زبان و از عارفان نامدار جهان اسلام و از مفاخر ماست. مدعی در گام سومش قرآن که معرفی خود قرآن و آورنده آن کلام الله مجید است را تألیف محمد ابن عبدالله، آن هم از جنبه بشریش، اعلام کرد. به نظر وی بس تجربه نبوی کاری است که روشن فکران تجربه تندیش انجام می‌دهند. او در گام چهارم وحی را رؤیای رسولانه و در گام پنجم محمد را پیامبر اقتدارگرا یا عارف مسلح شناسانید. در گام اخیر مثنوی و دیوان شمس تألیف محمد بلخی بر قرآن به توهم وی تألیف محمد ابن عبدالله برتری داده شد. در حقیقت مدعی مختلف در چند گام یاد شده، اولا
کلام الله مجید را به کتابی بشری تنزل داد. ثانیاً در مقایسه آن با کتاب بشری دیگری قرآن را مرجوح و ناقص اعلام کرد. در تشریح ادعای اخیر از مدعی شنیدیم که تجربه محمد مصطفی تجربه خوفی بوده، لذا قرآن تألیف او همان خوابنامه قبلی البته خوفنامه است، در حالی که تجربه محمد بلخی یعنی مثنوی و دیوان شمس عشقنامه و طربنامه هستند. و واضح است که صاحب تجربه عشقی بر واجد تجربه خوفی فضیلت و شرف دارد، همچنان که عشقنامه و طربنامه بر خوفنامه برتری و شرافت دارد. پس طبیعی است که تجربه کامل و کتاب جامع سنجه و شاغول تجربه و کتاب ناقص معرفی شود و با صراحت و شفافیت بفرمایند مثنوی معنوی و دیوان شمس کتب مرجع برای ارزیابی قرآن هستند و آن وقت از نقصان و کاستی خوفنامه داده سخن داده شود که در آن از عشق و طرب خبری نیست و آکنده از خوف، روب و اقتدارگرایی سلطانی به نام الله است. بنده به کتاب مرجع توی گیومه ادعای بسیار بزرگ است. مرجعیت در اندیشه، حقیقت و ارزش. خب عنوان بحث من این بود که مقدمات معرفت شناسی و مقدمات الهیاتی این مسئله چی؟ ابتدا مقدمات معرفت شناسیش رو باز میکنم. برای تشخیص صحت و سوق در مطالب متنازع و فیه در موارد اختلاف کتاب مرجع فصل خطاب است. برای رفع ابهامات و تبیین اجمال در کتاب فرعی و ناقص مثل متشابهات باید به کتاب مرجع و اصلی مراجعه کرد. برای تشخیص راه رشد از غی و گمراهی موازین عرضه شده در کتاب مرجع باید سرلوحه عمل قرار گیرد. اینکه ذوق و شهود صوفیانه طریق کشف حقیقت است یا عقل و استدلال بشری در کتاب مرجع می‌خوانیم پای استدلالیان چوبین بود و لذا خردورزی را در برابر مشاهده ذوقی باید به کناری نهاد. اینکه بین مشاهده عرفانی و وحی الهی کدام را انتخاب کنیم با تأسی به تعالیم مدعی محترم، وحی الهی چیزی جز تعویل بشری محمد مصطفی از رؤیاهای خود نبوده و قرآن هم چیزی جز تألیف او نیست، آن هم که محصول تجربه خوفی مؤلف است. پس بدیهی است مشاهده عرفانی مبتنی بر تجربه کامل عشقی را بر امر مسمی و وحی الهی همان خوفنامه یا خوابنامه قبلی مقدم بداریم. این بخشی از مقدمات معرفت شناسی، حالا مقدمات الهیاتی است. قرآن در اسلام منبع اصلی اعتقادات، اخلاق و فقه مسلمانان محسوب می شود. هیچ باور اعتقادی، میزان اخلاقی و تکلیف فقهی اعم از عبادات و معاملات و حتی احادیث منسوب به پیامبر یا امامان شیعه نمیتواند با ناسازگاری با قرآن از اعتبار و حجیت برخوردار باشد. وقتی قرآن دیگر کتاب مرجع نباشد و تجربه های جامع تر از تجربه پیامبر اسلام در میان باشد و کتبی کامل تر از قرآن خوفنامه مرجع شده باشند، در این صورت مسلمانان از این به بعد باید به جای کتاب و سنت محمد ابن عبدالله مثنوی معنوی و دیوان شمس حضرت مولانا جلال الدین محمد بلخی را مرجع باورهای اعتقادی، موازین اخلاقی و تکالیم فقهی خود کنند و به جای تلاوت خوفنامه که ناقص است به مثنوی خوانی و به جای خواندن ادعیه و اذکار قرآنی و نبوی به قرائت طربنامه دیوان شمس و برگزاری مجالس سماع صوفیانه مشغول شوند. در این صورت دیگر محمد ابن عبدالله که تجربهش خوفی است و مادون است نمیتواند اسوه محسوب شود و واضح و مبرهن است که باید حضرت مولانا را به عنوان اسوه بشریت پذیرفت و به سیره حضرت ایشان اقتدا کرد. مسجد هم تبدیل به خانقاه و سماع خانه می‌گردد. این هم بنده به. بنده جیم، فراموش نکنیم که این مقدمات معرفتی و الهیاتی اختصاصی به صوفیان و اهل طریقت و حقیقت ندارد، بلکه نسخه ایست برای همه مسلمانان و پیروان قرآن مجید و شریعت محمدی، حتی سالکان مبتدی، برای همه آنها پیچیده شده.
مدعی محترم این روش و منش را نه تنها با اسلام و مسلمانی ناسازگار نمی‌داند، بلکه به زعم وی اینها باطن اسلام بلکه اصل و حقیقت اسلام است. از منظر مدعی گرامی، تغییر کتاب مرجع از قرآن به مثنوی معنوی و دیوان شمس و تبدیل اسوه از محمد مصطفی یعنی واجد تجربه عرفان خوفی و فاقد تجربه عرفان عشقی به مولانا جلال الدین محمد بلخی یعنی واجد تجربه عرفان عشقی که اکمل از عرفان خوفی است، قلب اسلام نیست بلکه اصلاح اسلام است. پیامبری و وحی در این تحلیل نقشی ایفا نمی کند، چرا که با روی کرده بس تجربه نبوی حضرت مولانا همان تجربه محمد مصطفی را کرده و حضرت مولانا تجربه جامعتر و کاملتر از تجربه بسیط محمد مصطفی بوده است. وحی هم با تبیین روی کرده بس تجربه نبوی یا رویای رسولانه اختصاصی به محمد مصطفی نداشته و حضرت مولانا تجارب مشترک بلکه اکمل و اعلایی داشته است. بنابراین مدعی محترم با چنین مقدمات معرفت شناختی و الهیاتی ادعای پیامبر اقتدارگرا را مطرح کرده است. عرض من تفاوت فاحش این مقدمات با مقدمات کتاب سنت بی نیاز از توضیح است. فی الواقع من فقط تحلیل کردم. گفتم شما اینو دارید میفرمید. خب حالا توی بحث دوم من از دیوان شمس استمداد کردم که این موقعیت رو چجوری شما ترسیم میفرمایید. اون استدلال بود، حالا این هم ذوق عرفانی است. در ادعای پیامبر اقتدارگرا ترازو شاغول و کتاب مرجع از قرآن به مثنوی و دیوان شمس تغییر داده شده. مولانا اشعار نقضی در این زمینه دارد که شنیدنی است و زبان حال بحث فعلی ماست و به هیچ تأویل و تطبیقی اینجا نقل میکنه. این ابیات از دو کتاب من مراجعه کردم که کاملا مستند باشد. اول مرجعش رو بگم. این از دیوان شمس، متاسفانه الان اینجا دستم نمونده. بله، دیوان شمس هم نسخه مرحوم فروزانفر رو دیدم، هم گزیده مرحوم شفیع کتکنی رو در متن کتبی ملاحظه بفرم. دلا نزد کسی بنشین که او از دل خبر دارد، به زیر آن درختی رو که او گلهای تر دارد. در این بازار عطاران مرو هر سوچ و بیکاران، به دکان کسی بنشین که در دکان شکر دارد. ترازو گر نداری پس تو رازو ره زند هر کس، یکی قلبی بیاراید تو پنداری که زر دارد. تو را بر در نشاند او به طراری که می آیم، تو منشین منتظر بر در که آن خانه دو در دارد. به هر دیگی که می جوشد میاور کاسه و منشین، که هر دیگی که می جوشد درون چیزی دگر دارد. نه هر کلکی شکر دارد، نه هر زیری زبر دارد، نه هر چشمی نظر دارد، نه هر بحری گوهر دارد. حالا این خیلی قشنگه، اگر ادامه بدم جلسه رو میگیره. خودم هم حیفم، همه رو نوشتم مطالعه بکنید. حالا همینا رو که خوندم فقط برای شما میگم. ای دل نزد کسی برو که اهل دل است، از دل سخن نمی، اهل دل است. زیر اون درختی بنشین که گلهای تر و تازه داره. وقتی میری بازار عطاران مثل بیکاران نرو، دکانی رو برو سراغ دکانی که شکر داره. قند میفروشه، قند عرفانی، قند معنوی. اگر ترازو نداری تو را هر کسی ره میزند، یعنی به گمراهی میکشد. باید ترازو داشته باشی، باید معیار داشته باشی. یکی قلبی، سکه قلب رو به عنوان سکه زر به تو غالب میکند. متوجه باشید چی توی این بحثا سکه قلب، چی سکه طلا، سلاح واقعی است. هر دیگه که میجوشه تو کاسه نیار کنارش، میگه یکی هم بده به من. فکر نکن که هر دیگه که میجوشه چیزی به درد بخوری توش هست.
نه هر کلکی شکر دارد، نه هر زیری زبر دارد، هر فتحه زمه اینا پایین و بالا نه، هر چشمی نظر نداره، هر بحری گوهر و دور ندارد. باید اهلش باشید تا بتونی بری سراغ اینها و به دست بیاری. دنبال ترازو باشید، گوینده فراوان است. حالا گفتم بدون پرسش ازش میگذرم. بگذاریم مبحث چهارم، پست و کش شد از تو معنی سنی. این همون عنوانی است که من برای بحث امروز انتخاب کرد. پرسش اصلی این بحث چهارم، مبحث چهارم اینه: آیا احدی از عارفان از جمله حضرت مولانا سروده خود را بر قرآن ترجیح داده، از نواقص کلام الهی داده سخن دادن، یا برعکس کوشیدن در مقابل متکلمان و فقیهان سرگرم ظواهر قرآن جنبه های باطنی کلام الهی را برجسته سازن؟ این بحث، این مبحث هم سه بحث داره. بحث اولم نقل قوله. برای اینکه من خودم را هم ابتدا ذکر کردم، من متواضعانه، من مولوی پژوه نیستم. امروز هم فی الواقع در زمین رقیب بازی میکنم و اگر عرضی میکنم به عنوان یه آماتور وارد بحث شدم. ولی در این زمینه کسانی هستند که عمرشان را به مولوی پژوهی گذروندن. من کلام اونها را در مورد دید منظر حضرت مولانا نسبت به قرآن نقل میکنم. چه فرمودن؟ یکیشون، اولیشون عبدالحسین زرینکوب که من از آثارش فراوان آموختم و امروز به دو کتاب ارزشمندش رو به دقت خوندم و دو فصلش رو به همه شنوندگان خودم توصیه میکنم تو این جلسه مطالعه کنم که بدانید مولوی پژوه اهل فن چه میگوید و مدعی گرامی چه فرموده است. زرینکوب متوفای 1378 است. در کتاب ارزشمند سر نی که نقد و شرح تحلیلی و تطبیقی مثنوی است، یه فصلی داره، فصل هفتم در قلمرو وحی. من این فصل رو تو یه پاراگراف خلاصه کردم و این رو همه هم مستند است، یعنی زرینکوب همه رو با ابیات مثنوی یا مستند کرده، از اونم میگذرم. فقط نظر خودش رو که میگم، مولوی نسبتش به قرآن اینه. اگر کسی میخواد یه چیز دیگری بگه باید دلیل بیاره. همینطور که نمیشه ذوقی اومد گفت که مثنوی از قرآن بالاتر، مرجع قرآن است. این حرفا شنیدنی، این حرفا توی اهل فن شنیدنی نیست. حالا میشنوید خود. زرینکوب میگه زمینه فکر و بیان مثنوی بیش از هر چیز متأثر از قرآن کریم به نظر میرسد. تأثیر قرآن هم در لغات و تعبیرات مثنوی جلوه دارد، هم در معانی و افکار آن پیداست و کثرت و تنوع انواع این تأثیر به قدری است که نه فقط مثنوی را با بدون توجه به دقایق قرآن نمیتوان درک و توجیه کرد، بلکه حقایق قرآن هم در بسیاری موارد به مدد تفسیرهایی که در مثنوی از معانی و اسرار کتاب الهی عرضه میشود بهتر مفهوم میگردد. اشتمال بر معانی و لطایف قرآنی در مثنوی تا حدی است که این کتاب نوعی تفسیر صوفیانه موافق با مذاق اهل سنت میسازد و واقعا درست گفته. طرز تلقی مولانا از قرآن حاکی از استقراء تام و مخصوصاً از عشق و تسلیم گوینده مثنوی نسبت به کلام الهی است. تسلیم مثنوی گوینده مثنوی به کلام الهی، نه برعکس. کثرت و تنوع موارد اخذ و نقل آیات قرآنی در مثنوی به حدی است که اگر آن را به یک معنا نوعی تفسیر عرفانی از قرآن هم بخوانند مبالغه نیست. مولانا در تمام احوال نهایت تکریم قلبی را نسبت به این کتاب عظیم و وحی مبین که هر چند لفظ آن از لب پیامبر است کلام الهی است نشان می‌دهد. و بعد این بیت را از مثنوی آورده، دفتر چهارم 21-22: گرچه قرآن از لب پیغمبر است، هر که گوید حق نگفت او کافر است. قرآن از لب پیغمبر اومده، اما هر که نگفت که قرآن مال حق یعنی خداوند است، به نظر مولانا او کافر است. در هر حال تعظیم و تکریم قلبی فوق‌العاده‌ای که گوینده مثنوی همه جا نسبت به کلام الهی دارد نشان می‌دهد که مولانا معرفت و نجات عارف را خارج از قلمرو وحی نمی‌جوید. و از آنچه در جواب طعنه‌زننده بر مثنوی می‌گوید، من این را نقل خواهم کرد، نیز پیداست که نزد وی آنچه را مطلوب عارف و زاله اهل حکمت محسوب است در قلمرو وحی باید جستجو کرد و نه جای دیگر. خب این یه بخشی از یک مولوی پژوه. حالا یکی دیگه، بهاءالدین خرمشاهی، حافظ پژوه، مولوی پژوه و قرآن پژوه که
نسل من بر ایشون بر نسل من منت دارد و ما وامدار بسیار از ترجمه ها و تحقیقات او هست. یک کتاب دارد که میرا توصیه میکنم کسانی که میخوان رابطه مثنوی و قرآن رو متوجه بشن این کتاب رو ببینن. این کتاب رو با یک محقق دیگری به نام آقای سیامک مختاری نوشته، عنوانش هست مثنوی، عنوانش هست قرآن و مثنوی، فرهنگواره تأثیر آیات قرآن در ابیات مثنوی. نزدیک 800 صفحه است این کتاب. اگر کسی میخواد ادعا بکند که مثلا مثنوی کتاب جامع است و قرآن نیست، حداقل ببینه که چقدر داره خلاف واقع میگه و چقدر سرنا رو داره از سر گشادش میزند. عبارت بلندی رو من از خرمشاهی، از مقدمه آل خرمشاهی به تنهایی گزیدم که خیلی به درد میخوره، برخشو نقل میکنم. خرمشاهی میگه بیت معروفی است، احتمالاً سروده شیخ بهایی، که میگوید، یعنی منصوب به شیخ بهایی است، نمیدانی مثنوی معنوی مولوی هست قرآن در زبان پهلوی. یعنی با این شروع میکنند. بعد میگه مثنوی کتابی الهامی است، نردبان آسمان است این کلام. بعد ادامه میده که ربط و پیوند قرآن و مثنوی، پیوندهای پیدا و پنهان مثنوی با قرآن بر سه وجه است. بچه اول اثر پذیری صورت و ساختار مثنوی از قرآن که هم صاحب نظران قرآن پژو و مثنوی پژو از جمله شادروان استاد و دیو زمان فروزانفر با آن تصریح دارند، همونی که دیوان شمس رو تصریح کرده و احادیث مثنوی قصص مثنوی رو برای زمانی که ما هنوز متولد نشده بودیم بیشون زحمت کشیده و منتشر کرده، میگه بهش تصریح دارند. هم مسئله خود چندان صریح و آشکار است که هر کسی با این دو کتاب، اولی کتاب اعجاز آسمانی و دومی کتاب بشری و اما زمینی و با همه اینها قدسی معاب یعنی مثنوی تأمل داشته باشد، با آسانی در آن در می‌یابد. حالا موارد دیگری من نوشتم که من نوشتم مراجعه می‌فرماید. وجه دوم انظار و آرا و برداشت‌های مولانا درباره قرآن است. چنان که فی المثل قرآن را دارای زهر و بطر می‌داند و یا قرآن کریم را عین الفاظ وحی و تماما وحیانی می‌داند، این عبارت خرمشاهیه، مطلقاً آواز خود از شه بود گرچه از حلقوم عبدالله بود، مثنوی دفتر اول 1936. صاحبان رویای رسولانه، صاحبان تفسیر قرائت نبوی از جهان گوش کنند. مطلقاً آواز خود از شه بود، از خداوند، گرچه از حلقوم عبدالله بود. ادامه نمیدم، میریم سراغ وجه سوم، نفوذ الفاظ و معانی آیات و عبارات قرآنی در ابیات مثنوی. کل کتاب که ایشون زحمت کشیده با همکارش تدوین کرده، قرآن و مثنوی، شاهد مثال همین وجه سومه، یعنی نفوذ قرآن در مثنوی. اگر خرمشاهی گفته اگر مثنوی را از تفسیرهای عرفانی قرآن به شما را آوریم مبالغه نکردیم، تفسیر نه به معنای حرفه‌ای اما شارح بسیاری از حقایق و دقایق قرآن، و در تاریخ 1200 ساله ادب فارسی هیچ اثر عرفانی دیگری با این درجه از پیوندهای پیدا و پنهان با کلام الله مجید وجود ندارد. مثنوی برای ما تفسیر عرفانی قرآنه. من به گفته سه مولانا پژوه ایرانی اکتفا کردم، فروزانفر، زرینکوب و خرمشاهی، همگی بالاتفاق دقیقاً برخلاف مدعی محترم از تأثیر عمیق قرآن بر مثنوی و اقتدای مولانا به قرآن سخن گفتند. دیگر مولانا پژوهان هم همین نظر دارند. مدعی محترم منفرداً ادعای کاملاً شاذ کرده است. خب این بحث اول. بحث دوم، حالا میخوام قرآن را از نظر مولانا بگم. اونا رو دیگران گفتن، غیر مستقیم بود. حالا خودم رفتم گشتم از لابلای اشعار مثنوی ببینیم ایشون قرآن رو چجوری معرفی میکنه. باز به اختصار، چون همش چشمم به ساعته که وقت از دست نره. در دفتر چهارم 1852 1853 نه نجوم است و نه رمل است و نه خواب، وحی حق الله اعلم بالصواب، از پی روپوش عامه در بیان، وحی دل گویند آن را صوفیان. این مولانا وحی را در دو معنا استعمال میکنه، یکی وحی دل که ما میگیم میشه الهام، به صوفیان هم میشه، به مولانا هم میشه، یکی دیگه وحی رسالی، وحی پیامبران است که اون رسالتی دنبالش هست، شریعت دنبالش هست، اون جداست. این شعری که خوندم در مورد وحی دل است. حالا ببینید،
وحی دل یعنی الهام رو میگه نه نجومه، تنجیم نیست، ستاره شناسی نیست، طالع بینی نیست، رمالی هم نیست، خوابم نیست، رؤیای رسولان هم نیست، نه نجوم است و نه رمل است و نه خواب، وحی حق. والله اعلم بالصواب. حالا توضیح نوشتم، این در مورد بایزید بسطامی رفتی به قرآن نداره. نکتش اینه وقتی وحی دل یا الهام صوفیانه خواب و رؤیا نیست که محتاج تعبیر باشد، چگونه وحی به پیامبران که تنزیل من رب العالمین است میتواند خواب و رؤیا باشد؟ بنابراین مولانا را نمیتوان قائل به رؤیا پنداری وحی دانست. بگذر. نکته دوم در مورد معنا پنداری در دفتر پنجم مثنوی 31-28 تا 31-30. معنی قرآن ز قرآن پرس و بس، بس کسی کاتش زده است در هوس. پیش قرآن گشت قربانی و پست، تا که عین روح او قرآن شده است. روغنی کو شد فدای گل به کل، خواه روغن بوی کن خواهی تو گل. رحمت الله علی مولانا میفرماد چی؟ میگه که معنی قرآن را از قرآن تو بپرس. القرآن یفسر بعضه بعضا، تفسیر قرآن به قرآن و بس، غیر از این نه. سراغ کسی برو که آتش زده به هوس خودش، تفسیر به رأی نمیکنه، سراغ معنی قرآن را با قرآن دنبال میکنه. پیش قرآن خودش را قربانی کرده، متواضع است به قرآن، روح او روح قرآنی شده است. روغنی که فدای گل به کلی شد، یعنی کلن ممزوج با گل شد. تو میخوای روغن رو بو کن، میخوای گل رو بو کن، دوتاش یکی شده. این مفسر با قرآن ممزوج شدن. اما اون بیتی که عنوان بحث امروز من به طور کلی بوده، نهی شدید از تفسیر برای، این آدرسش هست دفتر اول مثنوی 1080 و 1081. کرده ای تعویل حرف بکر را، خیش را تعویل کن نی ذکر را. بر هوا تعویل قرآن می کنی، پس تو کش شد از تو معنی سنی. تعویل یعنی رجوع دادن، در اصطلاح یعنی این که کلام رو برخلاف ظاهرش معنا کردن. جرجانی در تعریفات خودش میگه تأویل عبارت است از برگرداندن لفظ از معنی ظاهری آن به معنی احتمالی، به این شرط که معنای احتمالی با قرآن و سنت رسول الله سازگار باشد. حرف بکر که اینجا گفته کرده ای تأویل حرف بکر را، حرف بکر این قرآن، یعنی سخن تازه و بدی، یعنی آمده ای تو قرآن رو تأویل کردی، به کنایت قرآن است. خیش را تأویل کن نه ذکر را، خودت رو برو تعویل بکن، خودت رو برو اصلاح بکن، نه که قرآن رو بخوای اصلاح بکنی. قرآن نیازی به اصلاح نداره، این منم که اصلاح نیاز به اصلاح دارم، نه قرآن. من باید درست قرآن رو بفهمم، نه قرآن رو متناسب با فهم ناقص خودم کوتاه بکنم. نه ذکر را، ذکر هم اسم دیگر قرآن است. بر هوا تعویل قرآن میکنی، مولانا میفرماد، یعنی داری چه کار میکنی؟ میگه قرآن را برخلاف معنا کرده ای، از روی هوای نفس قرآن را تأویل کرده ای، پس تو کج شد از تو، پایین آمد، کج و بیراهه رفت پس تو این معنای سنی و رفیع قرآن. ضابطه را اگه داشته باشیم، تفسیر به رأی نکنیم، تفسیر قرآن بالقرآن بکنیم، این مشکلات پیش نمی آید. من تطبیق نمی کنم، فقط گفتم این حرفا تو مثنوی پیدا می شود. اگر کسی می خواد خودش رو با مثنوی مقایسه بکنه، اینا رو هم باید در نظر بگیره، ببینه مولانا چی گفته. مولانا خودش از این تعبیل های خام بسیار پرهیز می کنه. خیلی اینجا که گفتم متشرع، خرمشاهیم دقیقا همین معنا رو برای مولانا به کار برده، زرین کوب هم به کار برده، گفتن متدین است در حد دیانت عرفا. من همین رو میخوام بگم، نمیخوام بگم در حد دیانت فقها، اما متدین است و به این موازین پایدار است. خب حالا بحث سوم من، روایت مولانا از خردگیران بر قرآن است. یک کمی شعرش بلندتره. یکی از موازی که مولانا خود مثنوی را با قرآن مقایسه کرده و طعنه معترضان به مثنوی را که در عین حال طعنه به قرآن است را در کنار هم آورده و تحلیل کرده است،
در اواخر دفتر سوم مثنوی است. گزیده ای از این ابیات نقد را اینجا می آورم. بسیار به بحث فعلی ما مرتبط است. پیش از آن که این قصه تا مخلص رسد، دود گندی آمد از اهل حسد. من نمی رنجم از این، لیکن لگد خاطر ساده دلی را پی کند. میگه یک کسی آمده حرف نامربوطی زده، یعنی تعرض کرده به مقام مولانا، میگه دود گندی از حسادتش بلند شده، میگه من اتون نمیرنجم، اما این ممکنه افراد ساده دل رو متاثر بکنه. دارم برای اونها میگم. خوش بیان کردن حکیم غزنوی، بحر محجوبان مثال معنوی. به جناب صنایع غزنوی اشاره میکند که به این شعرش عجب نبود گر از قرآن نصیبی نیست، جز نقشی که از خورشید جز گرمی نیاید چشم نابینا. میگه وقتی میرن سراغ خورشید فقط گرماش رو میبینن، نورش رو نمیبینن. خود ایشون هم اومده این رو ذکر میکند، میگه که ز قرآن گر نبیند غیر قال، این عجب نبود ز اصحاب زلال. وقتی در قرآن فقط قیل و قال میبینن، فقط رعب و ترس میبینند، عشق و محبت رو نمیبینند، میگه این عجیب نبود از اصحاب زلال. که از شاع آفتاب پرزنور، غیر گرمی می نیاید چشم کور. میگه که این افراد از شاع آفتابی که پر از نور هست و روشنایی هست فقط گرماش رو میبینن، چون چشم ظاهرشان از دست رفته است. سربتی ناگاه از خرخانه ای، سر برون آورد چون تعانه ای. خربت یعنی مرغابی. اینجا منظور فرد کودن است. از خرخانه یعنی طویله سر برون آورد چون تعانه. تعانه صیغه مبالغه از طعنه است، طعنه زننده. که این سخن پست است یعنی مثنوی، قصه پیغمبر است و پیروی. چه طعنی به مولانا زدند؟ گفتن این سخنت یعنی مثنوی پسته. چرا؟ چون همش از پیغمبر و پیروی از پیغمبر و خدا داری حرف میزنی. نیز ذکر بحث و اسرار بلند، که دوانند اولیا آن سو سمند. تو مثنوی اسرار بلند عرفانی مثلا مثل کتاب عزیزالدین نصفی و دیگران نیست، که در آن سو اولیاء عارف سمند عرفان را می جهانند. همش شعر است و همش تمثیل است و نمیدونم قصه پیغمبر است و پیروی از پیغمبران امثال. از مقامات تبتل تا فنا، پای پای تا ملاقات خدا، شرح و حد هر مقام و منزلی، که به پرزو بر پرد صاحب دلی. میگه که این چیزا تو مثنوی نیست، اون تعانه داره میگه. اینها تو مثنوی پیدا نمیشه. مقامات تبتل، انقطاع از دنیا و فنای فلاح نیست، تا اینکه چجوری عارف بپرد و صاحب دلان به مقام فنا برسن. شرح و حد هر مقام به صورت این که مثلا مقام اول، مقام دوم، مقام سوم، نه اینا تو مثنوی نیست به گفته اینها، به گفته این تعانه. این طوری آن کافران، آن پوشندگان حق به مثنوی معنوی تعنه زدند. حالا نگاه بکن مولانا چی جواب میده. چون کتاب الله بیامد همبران، این چونه این تعنه زدند آن کافران. اونا همین جوری که به مثنوی طعنه زدن به قرآن که من مقتدام قرآن است، به همین شکل طعنه زدن. که اساطیر است و افسانه نژند، نیز تعمیقی و تحقیقی بلند. میگه اونها در مورد قرآن هم گفتند قرآن اسطوره است، افسانه است، غیر قابل نظر، پست، قابل تعمیق نیست، عمقی ندارد، تحقیق بلندی نیست. کودکان خرد فهمش میکنند، نیست جز امر پسند و ناپسند. میگه اینا در تنزل قرآن هم گفتند که بچه های نورس هم تازه رسیدن، کودکان خرد هم اینا رو میفهمند که تو قرآن اومده. تو قرآن فقط حلال و حرامه، امر ناپسند و پسنده، معروف و منکر است، نه چیز دیگر. چی دیگه تو قرآنه؟ ذکر یوسف، ذکر زلف پرخمش، ذکر یعقوب و زلیخا و غمش، داستان حضرت یوسف و عشقش عشق زلیخا به ایشون و جمال یوسف و امثالهم هست. ظاهر است و هر کسی پی میبرد، کو بیان که گم شود در وی خرد. اینا از فقط ظاهر قرآن رو دیدن، هیچ امر باطنی نیست که توش خرد گم بشه.
میگه این حرفا در مورد قرآن هم زدن که آقا غلط زدن، حرفا در مورد مثنوی هم میزنن که اونم غلط میزنن، که حالا بعد انتهاش میگه که خب اگه قرآن یقدر ساده است یه آیه مثل آیات قرآن بیاری، چرا در موندی؟ خب اینو میتونید اونجا دنبال بفرمایید. حالا در دنبال مبحث پنجم، من همه رو حرف ناتمام میگذارم تا اکنون خود انصاف دهید. مولانایی که این چنین نسبت به قرآن متواضع و متأثر است، کجا ادعای نقصان قرآن خوفنامه و تکمیل آن به عشقنامه مثنوی و طربنامه دیوان شمس دارد؟ مولانا با چنین رجحانی کاملا مخالف است. این نظر منفرد مدعی محترم است و مطلقا قابل انتساب به مولانا نیست، چون امروز برای من روز مولانا است. من دارم همه را از مولانا میگم، ملاکم رو این گرفتم، گفتم بگید کتاب مرجع، میگم سلام نو. ما با کتاب مرجع با شما استدلال. مبحث پنجم، بر شما من از شما مشفق ترم. این هم مال مثنوی است، در مورد پیغمبره. این مبحث عهده‌دار پاسخ به این پرسش مهم است: آیا آثار مولانا، خصوصا مثنوی معنوی، ادعای پیامبر اقتدارگرا را تایید میکند؟ سه مبحث، سه تا بحث دارم اینجا. بحث اول، پیامبر رحمت به معرفی مولاناست. چهار نکته دارم. باز زرین کوب توی کتاب دیگرش به نام بحر در کوزه که نقد و تفسیر قصه ها و تمثیلات مثنوی است، یه فصل داره به نام سیمای خاتم رسولان. من باز توصیه میکنم به دوستانی که میخوان از زبان یک مولوی پژوه متزلع و غیر ایدئولوژیک که میخواد مثنوی رو توضیح بده چی گفته در مورد پیامبر اسلام، این فصل، فصل سوم کتاب بحر در کوزه رو مطالعه کنید. من خلاصش رو اینجا آوردم. تصویری که در مثنوی از سیمای محمد صلوات الله علیه عرضه می شود، نه فقط متضمن تعظیم و تقدیس فوق‌العاده‌ای در حق این مرشد کائنات است، بلکه در عین حال نهایت عشق و ارادت را در حق این مربی و مرشد کونین، این دو دنیا، جهان و آخرت، که سلسله هدایت نفوس انسانی به جناب حق و طریق ایصال رهروان شریعت به مبدأ وجود به وی ختم می شود، نیز در سراسر این تصویر جلوه بارز دارد. مثنوی در التزام ظاهر شریعت محمدی و پیروی از سیرت و سنت رسول بر وفق آنچه در روایات صوفیه و اهل سنت مقبول است، همه جا اصرار فوق‌العاده نشان می دهد، که همون متدین بودن مولانا را گفتن، و در عین التزام به حفظ ظاهر سنت و شریعت، مولانا سیرت و سنت رسول را متضمن لطایف حقیقت و مشتمل بر کمال مطلوب اهل طریقت نشان میدهد. حالا تو اینجا من خیلی چیزای قشنگ پیدا کردم از مولانا که به نظرم اینها نقد پیامبر اقتدارگرا از زبان مولوی محسوب میشه. چند تاشو که فرصت میشه میخوام. یکیش هست در دفتر چهارم مثنوی، یاد 1454 تا 1463، تفسیر یا ایها المزمل است. سرمکش اندر گلیم و روم پوش، که جهان جسمی سرگردان تو هوش. بعد میره تا اونجا، باش کشتیبان در این بحر صفا، که تو نوح ثانی ای مصطفی. خیز بنگر کاروان ره زده، هر طرف غولی است کشتیبان شده. خضر وقتی غوث هر کشتی تویی، همچو روح الله مکن تنها روی. چند تاشو خوندم، چند مصرعشو خوندم. گلیم رو از سرت بردار، جهان جسم سرگردانی است، منتظر روح است. محمد مصطفی تو روح جهانی. این نظر حضرت مولانا نسبت به پیامبر اسلام است، نه برعکس. ای محمد تو کشتیبان باش در این بحر صفا، تو نوح دومی ای مصطفی. ایز بنگر این کاروان ره زده، این کاروان راهشو گم کرده. هر طرف غولی است کشتیبان شده، هر طرف یک غول و شیطانی اومده ادعای رهبری و ادعای کشتیبانی میکنه، همه جا از جمله سرزمین ما. خضر وقتی، تو خضر زمانه ای، تو اهل باطن زمانه ای، تو فریادرس هر کشتی هستی، غوث هر کشتی تویی، فریادرس هر کشتی تویی. همچون روح الله، همچون عیسی مسیح تنها روی نکن، فقط فکر باطن نباش، جامع ظاهر و باطن با هم باش و دست ما رو هم بگیر.
اون که عیسی را بر محمد مقدم می دارد، ببین مولوی چه می گوید. همچو روح الله مکن تنها روی، مکن تنها روی. اما اون بیت دیگرش که این مال دفتر دوم است، 28:54 تا 28:56، این مواجهه پیامبر در قضیه مسجد ضرار با منافقین است. یک واقعه تاریخی است، قرآن هم ازش خبر داده. مولانا آمده با زبان زیبای خودش روایتی کرده، اون بخشش که به بحث ما مربوط میشه من فقط نقل میکنم. آن رسول مهربان رحم کیش، جز تعصم جز بلی ناورد پیش. راست میفرمود آن بحر کرم، بر شما من از شما مشفقترم. میگه که اون پیغمبر مهربانه که کیشش رحمت بود، مولوی ما پیامبر رحمت است. ای مدعی، مولوی پیامبر و پیامبر رحمت میدانه، نه چیز دیگر. آن رسول مهربان رحم کیش، جز تبسم حتی به منافقین. میگو بله همینه که میگه، حالا حرف درست، میخواست هدایتشون بکنه تا اونجا که ممکن. راست میفرمود آن بحر کرم، این دریای کرامت، درست میگفت. من از شما بر شما مشفقترم. این تفسیر مولاناست، النبی اولا بالمؤمنین من انفسه. چقدر قشنگ ذکر کرده النبی اولا بالمؤمنین من انفسه، میگه من از شما از مشفقترم، رحمت الله علیه. بعد بحث خاتمیت رو میده. من در متن کتبیم هست، الان وقت نمی کنم، چشمم به ساعت، چون چند تا مطلب مهم دیگه دارم، اما اینو میخوام حتما بخونم. این به نظر من مهمترین نقض حضرت مولانا بر ادعای پیامبر اقتدارگراست. ابتدا سخنی را از عبدالحسین زرینکوب نقل میکنم در بحر در کوزه، که خلاصه دیدگاه مولانا در مورد جنگ های پیامبر رو در یه پاراگراف من تونستم خلاصه کنم در کتابش. حالا ببینید این چه میگوید، این مولوی پژوه چه میگوید، مولوی پژوه عزیز ما چه میگوید. نقل قول از مزرینکوب: اشارت هایی که در مثنوی در باب غزوات رسول خدا هست، جنگ های پیامبر، متضمن این معناست که هدف این جنگ ها به رغم آنچه اهل حس میپندارند، پوزیتیویستا، امپریستا، فنومنولوژیست ها، نمال من بودم، به رغم آنچه اهل حس میپندارند، کسب قدرت و نیل به غلبه نیست. اسم او، کسب قدرت و میل به غلبه نیست. و مولانا در همان قصه پیامبر با اسیران بدر که در بحث سوم من به تفصیل آوردم، از زبان رسول به منکران خاطر نشان می سازد که در این غزاها، در این جنگها، به پیروزی و جهانگیری نظر ندارد. می خواهد گمراهان را از هلاک ابدی برهاند و خصم هم آنجا که می پندارد بر وی غالب می آید، در واقع خود را از نجات و فلاح دور می دارد. بدین گونه روایات در باب این غزوات رسول خدا ناظر به آن است که فواید اخلاقی و دینی این غزوها را تقریر کند و در واقع همه جا نیل به هدایت را که از این جنگ ها حاصل می آید، هدف واقعی آنها را نشان دهد. خب، بعد این اشعار رو که کمی هم زیاد است، من میخوام بخوانم. این اشعار نقد ادعای پیامبر اقتدارگرا از زبان مولاناست. آدرسم اول بدم که مراجعه بفرمایید. مثنوی دفتر سوم 45:50 تا 45:60. من نمی کردم غزا از بهر آن، تا ظفر یابم فرو گیرم جهان. کین جهان جیفست و مردار و رخیص، برچنین مردار چون باشم حریص. سگ نیم تا پرچم مرده کنم، عیسیم آیم که تا زندش کنم. زان همی کردم صفوف جنگ چاک، تا رهانم من مر شما را از هلاک. زان نمی برم گلوهای بشر، تا مرا باشد کر و فر و حشر. زان همی برم گلوی چند تا، زان گلوها عالمی یابد رها.
که شما پروانوار از جهل خیش پیش آتش می کنید این حمله کیش، من همی رانم شما را همچون مست از در افتادن در آتش با دو دست. حالا این ادامه دارد، واقعا هم زیباست. وقتی من می خوندم اشک به چشمم اومد، گفتم مولوی چه هست و چگونه او را جلوه می دهند. اما معنای این اشعار، من نمی کردم جنگ از بهر این که پیروز بشم، تا جهان را بگیرم، اقتدارگرا باشم. ببینید این دیگه عین مسئله است. من جنگام برای این امر نبود. جهان برای من جیفه مرداری بیشتر نیست، مرداری بی ارزش. من بر این مردار چرا باید حریص باشم؟ من سگ نیستم تا بخواهم زلف پرچم اینجا زلف موی مرده را بکنم، یعنی اینقدر ضعیف آزار به زعفا بدهم. من عیسی هستم، اومدم مرده را زنده کنم. من صفوف رو چاک نکردم، صفوف دشمن رو چاک نکردم تا رهانم مر شما را. من زان همی کردم صفوف جنگ چاک، من از این دلیل به این دلیل آمدم صفوف شما را شکافتم دشمنان را تا شما را از هلاک برهانم، هلاک معنوی. زان نمی برم گلوهای بشر، من گلوهای انسان تبهکار را در جنگ نمی برم تا مرا باشد کر و فر و حشر. نیومدم تا به خدم و حشم برسم، به قدرت دنیوی برسم. دقیقا نکته پیامبر اقتدارگرا، من نیومدم این کارا رو بکنم. زان همی برم گلوی چند تا، اون تعدادی که تو جنگ هم گلویشان بریده می شود توسط من یا سپاهیان من، برای این است که عالمی از شر اونها نجات پیدا کند، اونم در جنگ. من شما رو پروانوار از جهل خودتان که زمانی که حمله کیش بودید، یعنی حمله می کردید به آتش که پرتان بسوزد، هوای نفس، من با دست خودم شما را نجات می دادم که شما به آتش سوخته نشید. من مثل افراد مست از در افتادن شما در آتش با دو دست که کار می کردم، جلوگیری می کردم. حالا شعرهای دیگرش هم، ابیات دیگرش هم هست، معناش هم نوشتم به جای خودش. بحثم که دیگرم که نمی رسم، قصه تبسم پیامبران و اسیران جنگ، این رو 4 جا در مثنوی دفتر سوم آورده، 1 جا در فیه مافی. من همه رو خلاصه کردم، خیلی قشنگ آوردم پشت سر هم. رحمت عالم همی گویند و او عالمی را می برد حلق و گلو، که این اسرا می گفتند. و بعد اونجا که زان همی خندم که با زنجیر و قل می کشم تان سوی سروستان و گل. حالا استنتاج خودم رو میگم، اونا رو می خونید. میگم که جزئیات مورد بحث در مثنوی به دلایل زیر قابل انتساب پیامبر نیست. اولا حکم قرآن در مورد اسیر جنگ آزادی بلا عوض یا آزادی با فدیه، یعنی عوض است. سوره انفال آیه 67 و سوره محمد آیه 4. من در این زمین به تفصیل بحث کردم، آدرسش هم دادم. پیامبر هم عامل قرآن بوده. این که اصل این حکایت رخ داده باشد به دلیل تعارض با قرآن زیر سوال می رود، چه برسد به شاخ و برگ های آن که به نظر می رسد زبان حال باشد. یعنی مولوی اینجا تخیل متخیلانه بحث رو پیش برده. ثانیاً این که پیامبر به احوال آینده آدمیان از عالم زر مطلع بوده و خداوند وی را از این امور مطلع می کرده هم جای پرسش دارد. ثالثاً این که اسرای کافر به زور مسلمان شده و با این اسلام اجباری، چون اونجا هم اکراه هست هم زنجیر هست، سلاسل هست، قل و زنجیر، رستگار شده به بهشت رفته باشند، منافی با نفی اکراه از دین در قرآن است. در این زمینم قبلا بحث کردم. با توجه به نکات فوق، این ادعا که به شهادت داستان فوق پیامبر اقتدارگرا بوده که فرمودن، بی پایه و غیر قابل قبول است. خب الحمدلله این 6 دقیقه به اون بحث وقت من باقی مونده. مبحث ششم عنوانش است من همه عمر این چنین آواز زشت هیچ نشنیدم. پرسش کلیدی بحث آخر این است: بر فرض صحت ادعای مورد بحث، قرآن، پیامبر، خدای اسلام و اسلام چه جاذبه‌ای دارند تا به آنها ایمان آورند و چرا نباید خود را بلا فاصله از شر آنها نجات داد؟ این بحث هم 2 قسمت داره، یه بحث استدلالی دارم، یه بحث هم ذوقی عرفانی مثنوی. اولیش نسبت ادعای پیامبر اقتدارگرا با روشنفکری دینی است. این 1 صفحه است، امیدوارم فرصت کنم بخوانم.
در ادعای پیامبر اقتدارگرا، قرآن تألیف محمد ابن عبدالله و محصول تجربه عرفان خوفی و در نتیجه خوفنامه اقتدارگرایانه است، پیامبر عارف مسلح و اقتدارگرا به دنبال قبضه کردن قدرت و حفظ آن به هر قیمتی بوده. این عین عبارت آقای مدعی است. حفظ قیمت به هر قیمتی بوده است. اگر کسی با حرف حساب ایمان نمی آورد، با زور افراد را مسلمان می کرد. عین حرف است توی گیومه. هیچ مزاحم قدرتش را تحمل نمی کرد توی گیومه. خدا سلطانی عبوس خشن و اقتدارگراست که باید از عذاب و غضب او ترسید. گیومه در مقابلش به سجده افتاد و او را تقدیس کرد تا به عذابش مبتلا نشود. اسلام یا آیین اقتدارگرایی یعنی تسلیم حکومت پیامبر شدن ولو بدون ایمان قلبی به خدا. این تصویر از پیامبر، قرآن، خدا و اسلام به غایت زشت و دافع برانگیز است. بنا به ادله تفسیری، اولا این تصویر در تعارض با قرآن است. ثانیا ناسازگار با سنت معتبر پیامبر است. ثالثا خردستیز است. رابعا با تصویری که مولانا در مثنوی و ویدئو دیوان شمس یعنی کتب مرجع ادعایی هم ارائه کرده کاملا ناسازگار است. خامسا اگر برخی دعاوی آن هم حدود یک سوم در گذشته بین برخی عالمان مسلمان قائل داشته، در یک قرن و نیم اخیر که عالمان مسلمان مواجهه انتقادی با علوم رایج اسلامی داشتند، همان دعاوی اندک مورد تایید علمای گذشته نیست، مورد تحلیل انتقادی قرار گرفته و مردود شده است. لذا می توان گفت که ادعای پیامبر اقتدارگرا ادعای ارتجاعی است که در حال حاضر تنها اقلیت بسیار اندکی از مسلمانان بنیادگرای ستیزجو و در برخی دعاوی کمتر از یک سوم دعاوی، گروهی افراد سنتی که جمعیتی رو به کاهش هستند که تأخیر فرهنگی از زمانی خود دارند باور دارند. مخیال مسلمانان معاصر در اکثر دعاوی با این رویکرد مخالف است. نواندیشی دینی ادعای اقتدارگرایی را در هر 38 ادعا هر 14 شاهدش باطل و بی‌پایه می‌داند. در جریان مسمى به روشنفکری دینی، افرادی که هنوز از این واژه برای معرفی خود استفاده می کنند، لازم است به مواضع 5 گروه اشاره کنم. پیروان مهدی بازرگان و پیروان علی شریعتی، دو پرانتز نو شریعتی ها، خودشون این رو می خونند، مخالفت صریح خود را با این ادعا اعلام کرد. محمد مشتهد شبستری اعلام موضع تا کنون نکرده، هرچند بعید است موافق باشد. بسیاری از همفکران عبدالکریم سروش مخالفت و نارضایتی خود را با ادعای مذکور اعلام کردند و صف خود را از وی جدا نمودند. افراد اندک مستقلی که خود را به این عنوان همچنان وابسته می‌دانند، در حد اطلاع من با آن مخالفت کردند. در مجموع جز خود مدعی، بستگان و مریدان جوان او کسی از این ادعا حمایت نکرده است و به شکل مشخص هیچ متفکر شاخصی یا هیچ صاحب نظر شناخته شده‌ای تا کنون از آن تلقی به قبول نکرده است. راه ابطال ادعای من بسیار آسان است. نام چنین فردی یا نقبش را منتشر کنید. از سوی دیگر ادعای پیامبر اقتدارگرا با رویکرد اسلام حراسی که اسلاموفوبیا که در غرب توسط جریان‌های مختلف از جمله مستشرقان کلاسیک هدایت می‌شود سازگاری تنگاتنگی دارد. اند جیم در این بحث به پرسش مشخصی پاسخ می‌دهم. یکی، چنین اسلامی چه جاذبه‌ای برای غیر مسلمانان دارد تا به آن ایمان بیاورند؟ دوم، به چه دلیل مسلمانان نباید در اسرع وقت خود را از شر آن نجات دهند؟ پاسخ به هر دو پرسش کاملا و مطلقا منفی است. با چنین تصویر کاملا سیاه و منفی که از پیامبر، قرآن، خدا و اسلام در ادعای مذکور ارائه شده، هیچ فرد خردمندی توی گیومه، هیچ فرد خردمندی اولا به چنین اسلامی جذب نخواهد شد. ثانیا هیچ مسلمان خردمندی در لزوم خروج از چنین آیین رعب‌انگیز و دهشتناکی لحظه‌ای درنگ نخواهد کرد و بلافاصله خود را از شر این آیین ضد بشری، عقل ستیز، ضد اخلاقی و اقتدارگرا خلاص خواهد کرد. اگر هر دو گروه مورد بحث جز این بکنند، باید در خردمندی آنها تردید کرد. ادله این ادعا به تفصیل نقد و بطلان مطلق آنها آشکار شد. ادعای پیغمبر اقتدارگرا فاقد هر گونه پایه استدلالی است. اینکه چرا مدعی به چنین نتیجه رسیده یا بس از علل رو تو گیومه مقابل دلیل مقابل ادله، این موضوع بحث علاحده است که در مباحث آینده ممکن است با آن بپردازم. همانطور که مکررن گفتم، ادعای پیامبر اقتدارگرا حرف تازه‌ای نیست و تفاوتی با دعاوی سه گروه شناخته شده یعنی اسلامگرایان ستیزجو، مستشرقان کلاسیک اسلام حراس و اسلام ستیزان نسبت گروه متفاوت ندارد. اما اینکه این ادعا
از زبان فردی مسمى به روشنفکری دینی و اون هم از افراد پیشکسوتش ابراز شده کاملا بدیع و تازه است. پرداختن به نقد تفصیلی ادعای پیامبر اقتدارگرا دقیقا به همین دلیل بوده است، وگرنه من وقت اضافی نداشتم، اما برایم مهم بوده که این نکته را میخوام مشخص بکنم و ادامه هم خواهم داد. البته من و امثال من هم از همین حق افراد عملا آزادند هرچه میپندارند درست است ابراز و تبلیغ کنند. این آزادی حوزه دین را هم شامل میشود. ایشان آزادند. البته من و امثال من هم از همین حق استفاده میکنیم و استدلال میکنیم که این ادعا بیپایه و نادرست است. این دیگر با شما شنوندگان است که بین این دو ادعای متناقض و متعارض یکی را انتخاب کنیم. دال بنده دال مشکل لایل حل این ادعا این است که این دو گزاره با هم جمع نمیشوند. این دو گزاره چی هستند؟ گزاره اول ادعای پیامبر اقتدارگرا صادق است. ادعای اول. گزاره دوم در انتخاب اسلام یا بقای بران ترجیحی در کار است. یعنی بهتره یا اسلام را انتخاب کنیم یا مسلمان بمانیم. یه گزاره دوم. این دوتا به نظر من سازگار نیستن. از یکیش با دست بردن. تکلیف اسلام ستیزان و اسلام حراسان مشخص است. اسلام را رها کنید تا رستگار شوید. تکلیف اسلام گرایان ستیزجو هم مشخص است. مدرنیته را رها کنید و به دوران گذشته رجعت کنید تا رستگار شوید. منطق این سه گروه قابل فهم است، اما منطق روشن فکر دینی به روایت مدعی برای این جانب کاملا نامفهوم است. این دو ادعا با هم جمع نشدنی است. قبل از من احمد صدری هم به این مسئله اشاره کرده که من در پاورقی نظر اون رو هم آوردم. صداقت و اخلاق علمی اقتضا می کند که یا دست از این ادعا برداشته شود و بطلان آن اعلام شود، یا دست از عنوان روشن فکری دینی برداشته شود و صادقانه همانند روشنفکر معنوی یا روشنفکر عرفی گزار خود را از روشنفکری دینی اعلام کنند. این که فرد مسلمان است در دنیا به خود وی مربوط است و تا زمانی که خود را مسلمان می‌داند چنین است، یعنی مسلمان است قطعا. آخرت هم خداوند داوری خواهد کرد. به همین دلیل من در نخستین جلسه با صراحت تفکیک نواندیشه دینی یعنی کار اصلاح معرفت دینی را از روشن فکری دینی، اون اولی نواندیشی بود، این روشن فکری دینی یعنی اصلاح اصل دین اعلام کردن. درها اگر اسلام، پیامبر، قرآن و خدا این است که در ادعای پیامبر اقتدارگرا آمده، من علناً، رسماً و صریحاً اعتراف میکنم من به چنین اسلامی کافر هستم. نمیتوانم به چنین اسلامی که در ادعای اقتدارگرا، پیامبر اقتدارگرا آمده مؤمن باشم، ایمان داشته باشم. خب بحث وقت من گذشته، اما میخوام تو وقت اضافی با اجازه مجری محترم یک بخش یک چند بیتی رو از مثنوی بخونم. این آخرین کلام است. عنوانش هست مؤذن زشت‌آواز. عنوانم از خود مثنوی. مناسب میدانم بحث این جلسه را با حکایتی از دفتر پنجم مثنوی به پایان رسانم که به زعم مدعی محترم کتاب مرجع است. این حکایت زبان حال نسبت ادعای پیامبر اقتدارگرا و اسلام است. یعنی چه نسبتی بین پیامبر اقتدارگرا با اسلام وجود دارد. به هیچ توضیح اضافی حکایت را از زبان حضرت مولانا بشنوید. عنوان حکایت، این را آدرسش اول بدم، دفتر پنجم مثنوی، ابیات 3367 تا 3389. من همش هم نمیرسم بخونم چند بیتش. عنوانی که مولوی براش گذاشته این است: حکایت آن مؤذن زشت‌آواز که در کافرستان بانگ نماز داد و مرد کافری او را هدیه داد. یک مؤذن داشت بس آواز بد، در میان کافرستان بانگ زد. چند گفتندش مگو بانگ نماز، که شود جنگ و عداوت ها دراز. او ستیزه کرد و پس بی احتراز، گفت از کافرستان بانگ نماز. خلق خائف شد ز فتنه عامه‌ای، خود بیامد کافری با جامعه. یک آقای مؤذن بد صدایی بود، هرچند مردم بهش میگفتن بابا اینجوری که تو اذان میگی خب ملت به اسلام پشت میکنن. این در کافرستان هم بوده، یعنی جایی که در مسجد صداش میرفته در میون غیر مسلمان ها، باعث میشه اونها پشت به اسلام بکنن و نه یان دیگه مسلمان بشن. گوش نمیکرد. بعد یه بار میبینن که یک آقای کافری با کلی هدیه میگه این مؤذن کجاست، من میخوام این هدیه رو بهش برسونم. شمع و حلوا با چنان جامعه لطیف هدیه آورد و بیامد چون علیف. آقای کافر آمد که هدیه بده به خدمت این آقای مؤذن بدسید.
پرس پرسان که این مؤذن کو کجاست که صلاح و بانگ او راحت فضاست. کجاست خونه این آقای مؤذن که صلاح و بانگ او باعث راحتی جان ما میشه؟ بچ اهالی اون شهر که هم از دست این مؤذن به تنگ اومده بودن میگن این چه راحت بود زان آواز زشت، گفت کاوازش فتادن در کنشت. این چیه که تو داری میگی که خیلی آوازش راحت و خوبه؟ ما که آواز رو زشت میبینیم. میگه که آوازش توی کنشت، توی کجا؟ توی معبد اونجا آمد. دختری دارم لطیف و بستنی، آرزو می بود او را مؤمنی. یه دختری دارم، این به فکر ایمان افتاد و میخواست مسلمون بشه. از وقت صدای مؤذن رو شنید، حالا خودتون بشنید. هیچ این سودا نمی رفت از سرش، پند ها می داد چندین کافرش. در دل او مهر ایمان رسته بود، همچون مجمر بود این غم من چو او. می دیدم این دخترم میخواد مسلمان بشه، من مثل منقل میسوختم، اونم روی عود و منقل داشتم میسوختم. چون مهر ایمان اسلام اومده بود. از وقتی این اذان رو شنید، این مهر از دلش رفت، من اومدم به جایزه بدم که تو من رو راحت کردی، دیگه شبا درست میخوابم. در عذاب و درد و اشکنجه بودم که بجنبید سلسله عودم بدم، هیچ چاره می ندانستم در آن. تا فرو خواند این مؤذن آن اذان، گفت دختر چیست این مکروه بان که به گوشم آمد این دو چاردان. دختر صدارش خیلی صدای بدی بود، این چیه؟ خواهرش بهش گفت که خواهرش گفت من همه عمر این چنین آواز زشت هیچ نشنیدم در این دیر و کنشت. میگه من در تمام عمرم دختری که میخواست مسلمون بشه همچنین آواز زشتی را هیچ که در دیر و کنشت در معبد نشنیدم. خواهرش گفت تا که این بانگ اذان هست اعلام و شعار مؤمنان. عزیزم خواهر جان، این شعار مؤمناست، دینی که میخوای تو بری انتخابش بکنی اینجوریه، گوش کن. باورش نامد، بپرسید از دیگر. آن دیگر هم گفت آری ای پدر. از اون هم از دیگران هم پرسید، گفتن پدر جان همینه که خواهرت گفت، این اذان مسلمانان. چون یقین گشتش رخ او زرد شد، از مسلمانی دل او سرد شد. وقتی دختری که میخواست مسلمان بشه مطمئن شد که اذان مسلمانان اینه که این آقای مؤذن داره میخونه، از مسلمانی دلش سرد شد. بعد میگه باز رستم منز تشویش و عذاب، دوش خوش گفتم در آن بی خوف خواب. باباش میگه که من برای یه شب راحت خوابیدم، دیگه مطمئن شدم دخترم از دستم در نمیره و کافر میمونه و مسلمان نمیشه. این هدیه ها رو بردم که بدم به ایشون. آخرش میگه من اگه پولم داشتم دهانت را پر از زر کردمی، ولی ندارم، دیگه همین قدر که داشتم برات آوردم. هست ایمان شما زرق و مجاز، راستن همچون که آن بانگ نماز. آخرین مصرعشه، آخرین بیتشه. بعد میگه که این خلاصه این موردی که شما دارید، میگه که ایمان شما مجازی هست، مصنوعی است، حقیقت حقیقی نیست. مثل بانگ نمازی که آن مؤذن بد صدا خواند، راهزن ایمان است نه راهبر ایمان. از بدی و زمان فروزان فر آخرین جملاتم هست، مأخذ قصه رو پیدا کرده و بعد این رو توضیح داده که مستی با مؤذن بد صدای روبرو شد، پس او را به زمین زد و با پا بر شکم او میکوفت. مردم پیرامون آن دو جمع شدند. مست گفت من از صدای زشت او باکی ندارم، ولی این صدا موجب می شود که یهودیان و مسیحیان بر مسلمانان سرکوفت زنند. از ربیع الابرار ربیع بدیع الزمان نقل می کند. آخرین جمله من همینه، عرض من هم همین است. با ادعای پیامبر اقتدارگرا غیر مسلمانان بر مسلمانان سرکوفت می زنند. این ادعا به فرمایش مولوی راهزن همچون که آن بانگ نماز است. به قول حضرت مولانا من همه عمرین چنین آواز زشت هیچ نشنیدم در این دیر و کنشت. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. عذر میخوام که طولانی شد ولی بس تمام شد.